نگرش همه چیز است. نگرش خود را تغییر دهید تا زندگی خود را متحول سازید. نویسنده جپ کلر، مترجم مینا امیری. شبی که باعث شد زندگی من تغییر کند. بزرگترین اکتشاف نسل من این است که بشریت می تواند با تغییر نگرش ذهن خود زندگیش را متحول سازد. در سال 1980 از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شدم و فکر می کردم باقی عمرم را به حرفه وکالت مشغول خواهم شد، زیرا از اوایل دوران نوجوانی در پی تحقق بخشیدن به این مهم بودم. در ابتدا همه چیز به خوبی پیش می رفت. بعد از مطالعه و سعی و تلاش بسیار در تابستان همان سال در امتحان وکالت قبول شده و برای آموزش حقوق در شهر نیویورک پذیرفته شدم. زندگی شخصیم همچنان به روند صعودی خود ادامه می داد. در اوایل سال 1981 با دولورس که یکی از همکلاسی های من در دانشکده حقوق بود ازدواج کردم. زندگیم در مسیری سرشار از موفقیت و خوشبختی قرار گرفته بود. اما بعد از گذشت چند سال متوجه شدم که وکالت باعث خوشحالی من نمی شود. مطمئن بودم که دلایلی وجود داشت که مرا ترغیب کند به دنبال وکالت بروم. از اینکه می توانستم به مردم کمک کنم تا مشکلاتشان را حل کنند لذت می بردم. به خصوص زمانی که می توانستم آنها را از جلسات طولانی دادگاه نجات دهم. با این وجود هنوز هم دلایل زیادی وجود داشت که باعث شود از وکالت متنفر شوم. کارهای دفتری طاقت فرسا که باید در فایل بایگانی قرار می گرفتند، تأخیرات و تعللهای مداوم، تأخیرهای همیشگی برای برگزاری جلسه دادرسی که همگی اموری طبیعی و عادی به شمار می رفتند. از رفتن به سر کار بیم داشتم. خودم را وادار کردم تا در حرفم سخت کوش باشم. اما نارضایتی هایم به عنوان یک وکیل بیشتر و بیشتر می شد. ناامید و افسرده شده بودم. بی پرده بگویم که علاقه‌ای به زندگی نداشتم و هیچ راهی را برای بهبود این روند نمی یافتم. آیا تا کنون به حرفه‌ای مشغول بودید که اکثر روزها با بیم و هراس به آن بپردازید؟ آیا تا کنون سنگینی بار دنیا را روی شانه‌هایتان احساس کرده اید؟ خب، این همان احساسی بود که من داشتم. فشار و سنگینی این بار مرا خم کرده بود و از لحاظ جسمی و روحی در رنج و ناراحتی به سر می بردم. مسن‌تر از سن خود به نظر می رسیدم. سردردهای مدام داشتم و دلم دائما در آشوب و استراب بود. از این می ترسیدم که شاید از لحاظ جسمی دچار مشکل جدی شده باشم. به سراغ چند پزشک رفتم و آنجا یک سری آزمایشات برایم تجویز شد. آزمایشات نتیجه‌ای در بر نداشتند و پزشکان نتوانستند هیچ مشکل جسمی برای من تشخیص دهند. یکی از پزشکان پیشنهاد کرد که برای تسکین درد شکم قرص استفاده کنم. من از لحاظ روحی مرده بودم. در زندگیم هیچ چیز معنا نداشت. مصرف روزانه دارو در ظاهرم نیز تأثیر گذاشته بود. با وجود اینکه در اواخر سن 20 سالگی بودم، 40 ساله به نظر می رسیدم. در اوایل سال 1985 که در سن 30 سالگی به سر می بردم، از شدت کار زیاد نابود شده بودم. در یک عصر به خصوص در حالی که در خلوت خود به سر می بردم، می دانستم که چیزی در حال تغییر است. نمی دانستم چه کاری انجام دهم. به راحتی و با صدای بلند
این جمله را با خود تکرار می کردم. حق من در این زندگی خیلی بیشتر از این هاست. خیلی بیشتر از این رنج و عذاب ها. نیروی امداد به صورت غیر منتظره‌ای به سراغم آمد. شما آن کسی نیستید که در ذهن خود میپندارید، اما همان کسی میشوید که به آن فکر میکنید. همان شب مشغول تماشای تلویزیون بودم. ساعت تقریبا نزدیک به 1 بامداد بود و همسرم دولورس به رخت خواب رفته بود. اما من احساس خوبی نداشتم و نمی توانستم بخوابم. کانال های تلویزیون را عوض می کردم و به دنبال راهی بودم تا خودم را سرگرم کنم. متوجه شدم که برنامه های تلویزیون نیز چیزی جز تبلیغات ندارند. معمولا کانال های تلویزیون را به سرعت عوض می کردم. اما نمی دانم چه چیز باعث شد که یکی از تبلیغات توجهم را به خود جلب کند. برنامه‌ای در حال تبلیغ بانک ذهن نام داشت و توسط هنرپیشه معروفی اجرا می‌شد. بانک ذهن نوعی دوره غیرحضوری بود و بر این پایه بود که چگونه می‌توانیم بر اساس باورهای ناخودآگاه به همه چیز در زندگی دست یابیم. به شدت احساس ناامیدی می کردم. به همین خاطر تصمیم گرفتم در این دوره شرکت کنم. کارت اعتباری خود را برداشتم و محصول را سفارش دادم. آن شب در خلوتی که داشتم تغییراتی در زندگیم در حال رخ دادن بود. به هر حال هنگامی که این موضوع را با دولورس در میان گذاشتم، او تعجب کرد و با تعجب پرسید: تو چه کار کردی؟ تعجب او به این خاطر نبود که مخالف خرید این محصول باشد، بلکه با شناختی که نسبت به شخصیت من داشت، باورش نمی‌شد که بی‌دلیل چیزی را خریداری کنم، به خصوص که محصول متعلق به برنامه تلویزیونی بود. چند روز بعد بانک ذهن به دستم رسید. با شور و اشتیاق می‌خواستم یاد بگیرم که چگونه با افکارمان می‌توانیم کیفیت زندگی خود را مشخص کنیم. تا آن زمان هرگز چیزی راجع به این ایده ها و نظرات نشنیده بودم. متاسفانه در دانشکده نیز راجع به این موضوع چیزی به ما یاد نداده بودند. برنامه بانک ذهن موجب شد تا به دنبال دیگر منابع انگیزشی بروم. باعث شد تا کتاب‌های ناپلئون و رابرت شولر را مطالعه کنم. کتاب مقدس را به طور مرتب می‌خواندم و مشتاقانه به نوارهای صوتی و روح بخش گوش می‌دادم. احساس می‌کردم شبیه به فردی شدم که روزها در بیابان گرفتار شده است و گلویش از فرط تشنگی خشک شده است و ناگهان نهری از آب در مقابلش نمایان می شود. نمی توانم به شما بگویم که همه چیز در زندگی من در یک شب تغییر کرد، زیرا به این شکل اتفاق نیفتاد. اما از لحظه ای که تصمیم گرفتم دیدگاه منفی خود را به دیدگاه مثبت تغییر دهم، نتایج مثبتی دیدم. احساس بهتری پیدا کرده بودم و انرژی زیادی داشتم. سعی داشتم به اهدافی برسم که قبل از این هرگز در صدد تحقق آنها نبودم و همه اینها به دلیل تغییر نگرشم بود. با کمال افتخار باید بگویم زمانی که افراد در مورد سنم سوال می کنند و به آنها می گویم که 44 ساله هستم، پاسخ آنها این است: شما خیلی جوانتر به نظر می رسید. همه اینها به دلیل تغییر در نگرش است. هرگز برای تغییر کردن قدرت خود را دست کم نگیرید.
تغییر مسیر وکالت و تبدیل شدن به سخنران انگیزشی. در حالی که به صورت تمام وقت به حرفه وکالت مشغول بودم، در اوقات فراغت به مطالعه برنامه می پرداختم. نگرش مثبت در حرفه‌ام نیز تأثیر گذاشته بود، اما هرگز احساس لذت و سرگرمی در آن نداشته و روزی را تصور می کردم که می توانستم از دست شغلم نجات پیدا کنم. در سال 1989 و بعد از 4 سال تحقیق و مطالعه در رابطه با نگرش و مطالب انگیزشی، تصمیمی گرفتم در دبیرستان منطقه خودمان سمینارهای آموزش بزرگسالان برگزار کنم. برای هر 2 ساعت کلاس مبلغ $30 دریافت می کردم و این درآمد حاصله به مقداری نبود که بتوانم از شغلم انصراف بدهم. زمانی که برای شروع اولین سمینار در مقابل حضار قرار گرفتم، از شدت استرس در جای خود میخکوب شدم. ضربان قلبم به شدت بالا رفته بود و خیس عرق شده بودم، اما قدرت لازم را در خود پیدا کرده و این کار را انجام دادم. دانش آموزان از کلاس و آموزش استقبال کردند و با انرژی که به دست آورده بودم به تمام مطالبی که موجب تحول عظیم در زندگیم شده بود اشاره کردم و این موضوع قدرتی به من داد تا این کار را برای دیگر افراد نیز انجام دهم. من به کار خود مشغول بودم. سرانجام درآمد حاصل از سخنرانی کمی بیشتر شد و در سال 1990 تصمیم گرفتم طی چند سال آینده حرفه وکالت خود را به تدریج کنار بگذارم. تصمیم آسانی نبود. مدت 4 سال به دانشگاه رفته بودم و برای کسب مدرک وکالت مدت 3 سال در دانشکده حقوق تحصیل کرده بودم. از همه مهمتر این که مدت 10 سال از زندگی خود را به آموزش وکالت مشغول بودم. هنگامی که برای حرفه اینقدر هزینه کرده باشید، نمی توانید به راحتی از آن دست بکشید. البته موضوع درآمد هم وجود داشت. به عنوان یک وکیل در مسیری قرار گرفته بودم که می توانستم طی چند سال $100,000 به دست آورم و با ادامه این حرفه درآمد بیشتری هم کسب کنم. نگرش مثبت گذرواجی برای فرد است تا آینده بهتری برای خود به وجود آورد. مشخص کردن موضع. در حالی که درآمد حاصل از سرگرمی جدیدم کمی افزایش یافته بود، متوجه شدم هزینه های زیادی را برای تأسیس شرکت جدیدم استفاده کردم. خوشبختانه من و دورورس طی سالها مقداری پول پسنداز کرده بودیم. برای افزایش درآمدم خط بازرگانی خود را با آرم منحصر به فرد نگرش همه چیز است در معرض فروش قرار دادم. راهی برای بازگشت و اجتناب وجود نداشت. برای شروع کسب کار جدید باید هزینه مالی سنگینی را متحمل می شدم و در نهایت کار را آغاز می کردم. برای ادامه کار زمان کافی وجود داشت. احساس می کردم از حرفه وکالت رانده شدم و به دنیای حرفه جدید خود قدم گذاشتم. هنگامی که در مقابل هزار سخنرانی می کردم یا اینکه مقاله انگیزشی را می نوشتم، سرزنده و شاداب می شدم. می دانستم به کجا تعلق دارم. بنابراین تغییری تدریجی در زندگیم ایجاد شد. 4 روز در هفته، سپس 3 روز و نهایتاً 2 روز هفته را به حرفه وکالت مشغول بودم. تا اینکه در سال 1992 حرفه خود را به عنوان سخنران و نویسنده برنامه‌های انگیزشی به صورت تمام وقت آغاز کردم. باور کنید زمانی که راجع به موضوع تغییر شغل خود
با مادرم صحبت کردم، او اصلا خوشحال نشد. گذشته از این، او دیگر نمی توانست با گفتن عبارت پسرم یک وکیل است اعتبار گذشتهش را داشته باشد. اما اینها مسائلی هستند که باید هنگام مشخص کردن موضع خود در زندگی با آنها کنار بیایید. باید با این حقیقت روبرو شوید که بعضی از افراد مخالف تصمیم شما هستند. من آموختم که اغلب اوقات مجبور می شوید از بعضی مسائل در زندگی چشم پوشی کنید و قبل از حرکت رو به جلو در مسیر خود کمی عقب نشینی نمایید. بخشی از هزینه صرف شده در این راه این بود که از پول، اعتبار و امنیت حاصل از حرفه وکالت خود دست کشیده بودم. به هر حال زمانی که همه چیز تحقق یافت، مادرم به شدت از حرفه جدیدم حمایت می کرد. به ویژه زمانی که شاهد پیشرفت من بود و می دانست از کارم لذت می برم. چرا تمامی تحولات ایجاد شده در حرفه‌ام را برای شما بازگو می کنم؟ به این دلیل نیست که شما را تحت تأثیر کارهایی که انجام دادم قرار دهم. به من اعتماد کنید، در مسیری که در پیش گرفته بودم اشتباهات و خطاهای بسیاری مرتکب شدم. به این خاطر داستان زندگی خود را با شما به اشتراک می گذارم که شما نیز از تغییر ناگهانی زندگیم مطلع شوید و بدانید که با تغییر نگرشم زندگیم چقدر بهبود یافته است. به این باور برسید که همه چیز به تغییر نگرش باز می گردد. فکر کنید، عمل کنید و با اشتیاق صحبت کنید. با انجام این کارها نتایج مثبت را به سمت خود جذب خواهید کرد. چگونه می توانید از این کتاب بیشترین استفاده را ببرید؟ قبل از اینکه وارد موضوع اصلی شویم، چند نکته مهم را باید یادآوری کنم. این کتاب به شما کمک خواهد کرد. فرقی نمی کند نگرشتان مثبت باشد یا منفی. اگر منفی گرا هستید، ناامید نباشید. شما می توانید برای گسترش و حفظ نگرش مثبت از مطالب این کتاب بهره مند شوید و به پیشرفت غیر قابل باوری در زندگیتان دست پیدا کنید. و اگر فردی هستید که نگرش مثبت دارد، می توانید برای تحقق موفقیت و ارتقاء سطح آن از اصول و قوانین این کتاب بهره مند شوید. من به مدت 14 سال تحقیقات بسیاری روی این موضوع انجام دادم که چرا بعضی از افراد به موفقیت دست می یابند در حالی که برخی دیگر در زندگی نتیجه کسب نمی کنند. در طول این مدت صدها کتاب و هزاران مقاله در رابطه با نگرش و موفقیت مطالعه کردم و به بیش از 2000 نوار صوتی گوش دادم. به علاوه با افراد موفق بیشماری مصاحبه کرده و رازهای موفقیت آنها را جویا شدم. مهمتر از همه، شخصا هر یک از استراتژی‌های موفقیت را به کار برده‌ام که در این کتاب آنها را توضیح می‌دهم. بنابراین طبق تجربیاتی که به دست آورده‌ام، مطمئنم که ایده‌های موجود در این کتاب مؤثر خواهند بود و با قدرتی که دارند سبب می‌شوند زندگی‌تان به طور جدی تغییر کند. لطفاً از گفته های من برداشت بد نکنید. من ادعا نمی کنم که همه چیز را می دانم. هنوز خیلی مانده تا به این درجه از آگاهی برسم. من خود را فردی تلقی می کنم که هنوز در مسیر یادگیری قرار دارد و هر روز در حال آموختن است. آگاهی من از نگرش منفی به این دلیل است که خود در 30 سال اول زندگیم
دارای چنین نگرشی بودم. من همچنین از شکها، تردیدها و دست کم گرفتن توانایی هایتان هم آگاه هستم، زیرا که خود نیز به مدت 30 سال این مشکل را داشتم. تمامی تغییرات مثبتی که در زندگی من ایجاد شده نتیجه انجام اصول و قواعدی است که در این کتاب به مطالعه آنها خواهید پرداخت. فکر کنید، صحبت کنید، عمل کنید. این کتاب به 3 بخش تقسیم شده است و هر بخش شامل یک سری مباحث آموزنده است. بنابراین اگر نیاز دارید که بخش خاصی را ارتقا دهید، به راحتی می توانید به آن مباحث مراجعه کرده و آنها را مجدداً مطالعه کنید. در بخش اول مبحث موفقیت از ذهن سرچشمه می گیرد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما بر روی قدرت نگرش و شکل دادن به سرنوشتتان تمرکز خواهیم کرد. شما به نقش اندیشیدن در تحقق موفقیت های خود پی خواهید برد و می آموزید که دستیابی به موفقیت به طرز فکر شما بستگی دارد. در بخش دوم به مبحث مراقب کلام خود باشید اشاره خواهیم کرد. ما بر روی نحوه گفتار شما تمرکز خواهیم کرد و اینکه نگرش چگونه می تواند در روی کلامتان منعکس شود و اینکه گفتار مثبت چگونه می تواند در تحقق اهداف شما تأثیرگذار باشد. بخش سوم به مبحث بهشت از آن کسی است که به گفته‌های خود عمل می‌کند اشاره دارد. در این بخش به انتهای سفر خود می‌رسیم. حتی اگر فرد مثبت‌اندیشی باشید و گفتار مثبتی هم داشته باشید، تا زمانی که به گفته‌های خود عمل نکنید، به اهداف و رویاهای خود دست نخواهید یافت. نمی توانید انتظار داشته باشید که موفقیت خود به سراغ شما بیاید. در این بخش مراحل عملی را می آموزید که به تحقق رویاهایتان کمک خواهند کرد. هنگامی که به دنبال کردن موفقیت فکر می کنید، در موردش صحبت و به آن عمل می کنید، پشتکار لازم برای دستیابی به نتایج دلخواه در زندگیتان را به دست خواهید آورد. بخش 1. موفقیت از ذهن سرچشمه می گیرد. موفقیت از ذهن سرچشمه می گیرد. اگر در پی موفقیت هستید، خود را فردی موفق تصور کنید. درس 1. بهتر است که آگاه و روشن باشید. شما همانند پنجره‌ای هستید که باید جهان پیرامون خود را از آن نظاره کنید. نگرش شما پنجره‌ای رو به دنیای پیرامونتان است. ساعت تقریباً از 1 بعد از ظهر گذشته بود و سارا احساس گرسنگی می‌کرد. کارهای زیادی روی میز کارش بود که باید انجام میداد، ولی تصمیم گرفت برای خوردن چیزی به کافی شاپ نزدیک محل کارش برود. بعد از گذشته چند دقیقه سام هم وارد کافی شاپ شد. او هم مرخصی ساعتی داشت که برای صرف غذا به آنجا آمده بود. سام در چند قدمی سارا و پشت میز دیگری نشست. برای هر دوی آنها 1 پیشخدمت غذا سرو کرد. هر دوی آنها زمان یکسانی را منتظر مانده بودند تا پیشخدمت از آنها سفارش بگیرد. هر دوی آنها غذایشان را در 1 زمان دریافت کردند. غذا برای هر دوی آنها به خوبی سرو شده بود و هر یک از آنها برای تسویه حساب زمان یکسانی را سپری کردند. اما در 1 جا این شباهت‌ها خاتمه پیدا کرد. سارا سرزنده و شاداب وارد کافی شاپ شده بود و نگاهی مثبت به دنیای پیرامون خود داشت و همه به راحتی می توانستند
این نیرو را مشاهده کنند. طرز برخورد و راه رفتنش بیانگر نگرش مثبت او بود. سارا نهار دلچسبی را صرف کرده بود. با پیشخدمت گفتگوی خوشایندی داشت و با انرژی که دوباره کسب کرده بود به محل کارش بازگشت. از سوی دیگر سام با ترشرویی وارد کافی شاپ شده بود. به نظر می رسید که تمام صبح ترشی و شوری خورده باشد. او در گوشه کس کرده و نشسته بود. حرکاتش نشان دهنده این جمله بود: به من نزدیک نشوید. از اینکه پیشخدمت سریعتر از او سفارش نگرفته بود و همچنین از بابت اینکه مجبور است مدت زمانی منتظر غذای خود بماند ناراحت و دلخور بود. او از غذا شکایت داشت و به دلیل اینکه صورت حساب خود را بلافاصله دریافت نکرده است به شدت عصبانی بود. به چه دلیل سارا و سام تجربیات متفاوتی را در رابطه با کافی شاپ داشتند؟ به خاطر داشته باشید هر یک از آنها دقیقاً در موقعیت‌های مشابه قرار گرفته بودند. به این نتیجه می‌رسیم که سارا دنیا را با نگرش مثبت نگاه می‌کرد، در صورتی که سام نسبت به دنیای پیرامون خود نگرشی منفی داشت. نگرش نیروی پنهانی است که فقط 24 ساعت در روز برای خوب یا بد بودن کارایی دارد. تعریف نگرش: فرض کنید نگرش شما همانند فیلتر ذهنی است که از طریق آن تجربیاتی را از دنیای پیرامون خود کسب می کنید. بعضی از افراد دنیای خود را با فیلتر خوشبینی نگاه می کنند. نیمه پر لیوان را می بینند، در حالی که سایرین زندگی را با فیلتر بدبینی می نگرند. نیمه خالی لیوان را می بیند. اجازه دهید برای روشن‌تر شدن موضوع مثال‌هایی را در رابطه با تفاوت بین نگرش مثبت و منفی ارائه دهم. فردی که منفی‌گرا است این گونه فکر می کند: من نمی توانم. و فردی که مثبت اندیش است این گونه فکر می کند: من می توانم. فرد منفیگرا به مشکلات فکر می کند و فرد مثبت اندیش بر روی راه حل متمرکز می شود. فردی با نگرش منفی در پی عیوب افراد است و فردی با نگرش مثبت خوبی های دیگران را می بیند. فرد منفیگرا روی چیزی که ندارد متمرکز می شود و فرد مثبت اندیش بابت چیزهایی که دارد شکرگزار است. فردی که نگرش منفی دارد محدودیت‌ها را می‌بیند و فردی که نگرش مثبت دارد امکانات را می‌بیند. می‌توانستم به نمونه‌های بیشتری اشاره کنم، اما مطمئنم که شما خودتان هم مواردی دارید. هنگامی که در مورد نگرش سخنرانی می کنم دوست دارم کلمات را با تصویر بیان کنم. این روش به افراد کمک می کند تا سخنانم را بهتر درک کرده و آنها را به خاطر بسپارند. اجازه دهید این تصویر را برای شما ترسیم کنم. نگرش شما همانند پنجره رو به دنیای پیرامون شماست. شما نمی توانید همیشه محیط پیرامون خود را کنترل کنید، اما قادر هستید افکار خود را کنترل کنید. همه افراد با ذهنی شفاف کاری را آغاز می کنند. اجازه دهید کمی در رابطه با این موضوع که چرا نگرش شما پنجره‌ای رو به دنیای پیرامون شما صحبت کنیم. همه ما زندگیمان را با نگرش مثبت یا پنجره ذهنی شفاف آغاز می کنیم. کافی است به فرزندان خود بنگرید. بچه ها دائما در حال خنده و شادی هستند. آنها ذاتاً شادند و دوست دارند چیزهای جدیدی کشف کنند.
نگرش کودکی را در نظر بگیرید که در حال یادگیری راه رفتن است. هنگامی که تلو تلو می خورد و به زمین می افتد چه کار می کند؟ به شما خواهد گفت که چه کارهایی انجام نمی دهد. او اخم نمی کند و کسی را نیز بازخواست نمی کند. پدر و مادرش را بازخواست نمی کند و از آنها نمی خواهد که در مورد مسائل توضیحات بی ربطی را ارائه دهند. دست از کار نمی کشد. لبخند می زند. دوباره بلند می شود و به تلاش خود ادامه می دهد. تا زمانی که به هدف خود دست یابد، هفته ها و هفته ها با نگرش مثبت به کار خود ادامه می دهد. پنجره ذهن او شفاف است و احساس می کند که می تواند بر دنیا غالب شود. اما همانطور که می دانید به جایی می رسیم که زندگی پنجره دید ما را غبارآلود می کند و اینجاست که این اتفاقات رخ می دهد. پنجره ذهنمان با انتقادات والدین و معلمان گلالود می شود. پنجره ذهنمان با تمسخر همکلاسی ها کثیف می شود. پنجره ذهنمان با مخالفت ها غبارآلود می شود. پنجره ذهنمان با ناامیدی ها گلالود می شود. پنجره ذهنمان با شک و تردیدها مهالود می شود. مشکلات و پلیدی ها به طور مداوم ایجاد می شوند و اکثر افراد کاری برای آنها انجام نمی دهند. آنها با همین پنجره های ذهنی کثیف و غبارآلود به زندگی خود ادامه می دهند. آنها شادی و نشاط خود را از دست می دهند. افسرده و ناامید می شوند و از همه ناراحت کننده تر این که از رویاهای خود دست می کشند. همه اینها به این دلیل است که آنها در تمیز کردن پنجره نگرششان مرتکب اشتباه شده اند. این همان مسیری بود که من در آن قرار داشتم. زمانی که به حرفه وکالت مشغول بودم، پنجره ذهنیم غبارآلود بود و هر چقدر بیشتر در این مسیر پیش می رفتم، پنجره ذهنم کثیف و کثیفتر می شد. من به وجود امکانات توجهی نداشتم. چگونه می توانستم این کار را انجام دهم؟ پنجره ذهنم با کوهی از منفی‌گرایی آلوده شده بود. پنجره ذهن خود را شفاف کنید. اما با لطف و عنایت پروردگار آموختم تنها کاری که باید انجام دهم این است که پنجره ذهنم را از غبارها پاک کنم. باید نگرش خود را تغییر می دادم تا بتوانم دوباره جهان پیرامونم را به صورت شفاف بنگرم. زمانی که گرد و غبار را از پنجره ذهنم زدودم، دنیای جدیدی در نظرم نمایان شد. یأس و ناامیدی از بین رفت و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردم. بعد از گذشت سالها و برای اولین بار توانستم نعمتهای موجود در زندگیم را مشاهده کنم. توانستم تغییر شغل بدهم و کاری که عاشقش بودم را انجام دهم. چنانچه با دقت به این مسئله فکر کنید متوجه می شوید که من در کارم به افراد کمک می کنم تا برای داشتن نگرشی بهتر پنجره ذهن خود را از بدیها پاک کنند. حال آیا مفهوم عبارت نگرش پنجره ای رو به دنیای پیرامونشان است را درک کرده اید؟ آیا دریافته اید که نگرشتان چگونه می تواند در دیدگاه شما نسبت به مسیر زندگیتان تأثیر بگذارد؟ مهمتر از همه این که آیا پنجره ذهنتان را برای دیدن محیط پیرامونتان تمیز کرده اید؟ هیچ چیز خوب یا بدی وجود ندارد، بلکه این تفکر ماست که آن را خوب یا بد می سازد. نگرشتان را خودتان کنترل می کنید.
به عهده شماست که پنجره ذهن خود را تمیز نگه دارید. یقینا من و دیگر افراد نیز می توانیم مشوقتان باشیم، اما باید بدانید که در نهایت شخص دیگری نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد. می دانید که همیشه دارای انتخاب هستید. می توانید غبارها را بر پنجره ذهنتان نگه داشته و زندگیتان را از پشت پنجرهی غبارآلود بنگرید، اما این کار پیامدهایی به همراه دارد که زیاد خوشایند نیستند. شما با منفی‌گرایی، یأس و ناامیدی به سراغ زندگی خواهید رفت. خوشحال نخواهید بود و تنها به مقدار اندکی از آنچه که توانایی دستیابی به آن را دارید دست خواهید یافت. اما راه بهتری هم وجود دارد. زمانی که تصمیم می‌گیرید پنجره ذهن خود را تمیز کنید، زندگی روشن و شفافتر خواهد شد. شما سرزنده‌تر و شادتر خواهید بود. اهداف شکوهمندی را اجرا خواهید کرد و رویاهایتان جان تازه‌ای گرفته و دوباره نمایان خواهند شد. هنوز هم نسبت به قدرت خود در تغییر نگرشتان دچار تردید هستید؟ شاید با خود این گونه فکر می کنید. گفتن این حرف ها برای شما راحت است، اما مشکلات مرا اگر داشتید، نگرش راه حل خوبی برای آنها نبود. مطمئناً وقایع ویران کننده برایتان رخ خواهد داد و ممکن است ناراحتی های زیادی را متحمل شوید. شاید همین حالا هم در این موقعیت سخت قرار گرفته باشید، اما من عقیده دارم که حتی در بدترین شرایط هم قدرت انتخاب نگرشتان را خواهید داشت. نمیگویم که انجام این کار راحت و آسان است، اما این تغییری در حقیقت ماجرا نمی‌دهد. انتخاب با شماست. شما در بدترین شرایط هم قدرت انتخاب نگرشتان را خواهید داشت. اجازه دهید درباره مردی صحبت کنم که در رابطه با موضوع نگرش کاملا واجد شرایط است. نام او دکتر ویکتور فرانکل است. او در مقابل مشکلات شخصی بسیار ایستادگی کرد و نه تنها خودش را نجات داد، بلکه به میلیون ها نفر نیز انگیزه داد. می دانید که ویکتور فرانکل سالهای وحشتناکی را به عنوان زندانی در اردوگاه های مرگ نازی ها سپری کرده بود. فرد خوشحال به فردی اطلاق نمی شود که شادی را در موقعیت های مشخص به دست آورده باشد، بلکه فردی خوشحال است که این شادمانی را در مجموعی از نگرش ها به دست آورده باشد. بدترین اتفاق زندگی ویکتور این بود که پدر، مادر، برادر و همسرش در اردوگاه نازی ها جان باخته بودند، یا به روایتی دیگر با گازهای موجود در خوابگاهشان کشته شده بودند. فرانکل و دیگر زندانیان از فرط گرسنگی، سرما و خشونت در رنج و عذاب بودند. آیا فردی می تواند در چنین شرایطی نگرش خود را کنترل کند؟ در اینجا دکتر فرانکل اهمیت نگرش را در بهترین و پرفروشترین کتاب خود، مردی که در جستجوی هدف است، بیان کرده است. می توان همه چیز را از یک فرد گرفت به جز یک چیز، آزادیش را. نگرش را در مجموعی از شرایطی که در آن هستید انتخاب کنید و تصمیم بگیرید در مسیر خودتان قرار بگیرید. حتی وجود شرایطی از قبیل کمبود خواب، غذای کم و نامناسب و تنش‌های روحی مختلف نتوانست جلوی اتحاد زندانیان را با یکدیگر بگیرد. آنها با اراده آهنین در مسیری مشخص واکنش نشان دادند. در تجزیه و تحلیل نهایی واضح است که این انتخاب در نتیجه تصمیمی درونی اتخاذ شده و فقط نتیجه تأثیرات اردوگاه نبوده است.
حال اگر دکتر فرانکل و دیگر زندانیان این توانایی را داشتند که در این قبیل رنج‌های وحشتناک نگرش خود را انتخاب کنند، ما در چه جایگاهی قرار داریم که ادعا کنیم نمی توانیم نگرشمان را کنترل کنیم؟ فرد خوشحال به فردی اطلاق نمی شود که شادی را در موقعیت های مشخص به دست آورده باشد، بلکه فردی خوشحال است که این شادمانی را در مجموعی از نگرش ها به دست آورده باشد. این جمله بسیار تاثیرگذار است و واقعیت محض. زمانی که همه چیز بیان شده باشد، دیگر خودتان به تنهایی می توانید نگرشتان را کنترل کنید. نگرش و موفقیت. بسیار خوب، اجازه دهید بگویم شما پنجره ذهنتان را تمیز می کنید و نگرش مثبت خود را گسترش می دهید، لبخند می زنید و زمانی که در خانه نشستید به افکار مثبت می اندیشید. ولی آیا این کارها می توانند شما را به سمت موفقیتی بزرگ و تحقق رویاهایی باور نکردنی سوق دهند؟ نه، نمی توانند. برای اینکه چیزهای زیادی برای دستیابی به موفقیت لازم بوده و تنها داشتن نگرشی عالی و فوق‌العاده کافی نیست. برای بالا بردن توانایی و دستیابی به اهدافتان نیاز دارید قواعد ارزشمند موفقیت که به میلیون ها نفر کمک کرده تا به نتایج خارق‌العاده دستیابند را به کار ببندید. برای شما نیز همین کار را خواهند کرد. در 11 درس پیش رو راجع به این قواعد توضیح خواهم داد. شما می آموزید با ترس و وحشتهایتان روبرو شوید، بر گفتارهایتان غلبه کنید، قدرت تعهد را تا جای ممکن مهار کنید و اطلاعات و انگیزه های لازم برای شروع زندگی رویایی به دست آورید. ممکن است هنوز هم به این فکر کنید که قواعد موفقیت چه کاری می توانند برای تحقق نگرش انجام دهند. یک کلمه، همه کار. به همین دلیل است که می گویم همه چیز به نگرش باز می گردد. بدون داشتن نگرش مثبت نمی توانید قواعد دیگر را فعال کنید. موفقیت شما با نگرشتان در زندگی آغاز می شود و به پایان می رسد. این امر زمانی به وقوع می پیوندد که پنجره نگرش خود را برای دیگر قواعد موفقیت شفاف سازید. اگر این پنجره غبارآلود باشد، فقط ذره ای از قواعد را دریافت خواهید کرد. موفقیت شما محدود شده و یا حتی شاید مسدود شود. اما زمانی که سعی دارید پنجره ذهن خود را شفاف نگاه دارید، چراغ ذهن شما روشن می شود و می توانید برای کسب درآمد، روابط رضایتمندتر، افزایش آگاهی روحی و رسیدن به تمام توانایی‌هایتان این قواعد قدرتمند را به کار برید. هنگامی که نگرش مثبت را با دیگر قواعد موفقیت ترکیب کنید، چیزی نمیتواند مانع شما شود. فرقی نمی کند به این موضوع فکر کنید که توانایی انجام کاری را دارید یا اینکه در انجام آن ناتوان هستید. در هر دو صورت حق با شماست. درس دو، شما انسانی هستید که نیروی جاذبه دارد. نکته اصلی برای موفقیت چیست؟ چرا بعضی از افراد به موفقیت دست می‌یابند و بعضی دیگر با شکست مواجه می‌شوند؟ نایتینگل، نویسنده موفق، گوینده و سخندان معروف، این موضوع را در پیغامی ضبط شده با عنوان عجیب‌ترین رازها مورد خطاب قرار داد. در این برنامه راه‌های اصلی کسب موفقیت را تنها در 6 کلمه معرفی نمود.
او تمامی این 6 اصل را با جزئیات توضیح داده، اما اساس راز موفقیت او تنها در همین 6 کلمه خلاصه می شود. شما نیز تمایل دارید به این 6 کلمه پی ببرید؟ اینطور نیست؟ خب قبل از اینکه در رابطه با نکات اصلی موفقیت صحبت کنم، باید بدانید که 6 کلمه مشابه وجود دارند که می توانند کلید اصلی برای شکست هم باشند. برای دریافت کلید موفقیت آماده اید؟ در زیر به آنها اشاره می کنیم. ما همان چیزی می شویم که به آن می اندیشیم. آیا محتوای جمله برای شما مفهومی دارد؟ در پی این تحقیق نایتینگل متوجه شد که تمامی نویسندگان، فلاسفه و رهبران مذهبی به این توافق رسیدند که پندار ما تعیین کننده کردار ماست. در این قسمت دیدگاه‌های چندی از متفکران بزرگ وجود دارد که به این مهم اشاره کرده اند. ذهن خود را با افکار عالی و مناسب تغذیه کنید. طبق گفته ناپلئون هیل، قطعاً میتوان به هر چیزی که ذهن بتواند آن را درک کرد و باور کند دست یافت. کتاب مقدس به تفکرات بیشماری از این قبیل اشاره کرده است که شامل جملات زیر هستند. اگر باور خود را درک کنید، به سمت شما خواهد آمد. انسانی که با تمام وجود در مورد چیزی بیاندیشد، به آن دست می‌یابد. اگر باور داشته باشید، همه چیز ممکن می شود. امرسون این گونه به موضوع اشاره کرده است. یک انسان همان چیزی می شود که مدتها در مورد آن اندیشیده است. دیدگاه رابرت کولیر این چنین است. هیچ چیز روی زمین وجود ندارد که دستیافتنی نباشد. زمانی به آن دست می یابید که با تمام وجود باورش کرده باشید. و در پایان جمله از هنری فورد را نقل می کنم. او اظهار کرده است فرقی نمی کند به این موضوع فکر کنید که توانایی انجام کاری را دارید یا اینکه در آن ناتوان هستید. در هر دو صورت حق با شماست. این قانون چگونه عمل می کند؟ اجازه دهید کمی این موضوع به چیزی میرسیم که به آن فکر میکنیم را بس دهیم. در این قسمت چگونگی انجام این کار را توضیح میدهم. اگر به طور دائم به هدفی مشخص فکر کنید، گامهایی را برای رسیدن به آن برخواهید داشت. اجازه دهید بگویم فردی، کسی که او را فرد نهادم، فکر می کند قادر از سالانه 30,000 دلار درآمد داشته باشد. فرد بر اساس نیروی جذب فرصتهای استخدامی را به سمت خود می کشد که او را در این مسیر قرار خواهند داد. تا زمانی که فرد پایبند این طرز تفکر باشد، می تواند به هدف خود که کسب درآمد 30,000 دلاری در سال است دست یابد. حال اگر فرد به این فکر کند که میخواهم برای رفع نیازهای خانواده‌ام مبلغ بیشتری کسب کنم و سالانه 50,000 دلار درآمد داشته باشم، آیا درآمدش افزایش می‌یابد؟ اینکه او بتواند به 50,000 دلار دست یابد به این بستگی دارد که باورهایش تا چه اندازه قوی باشد. کاملا مشخص است که فرد تمایل دارد 50,000 دلار را به دست آورد، اما او باور ندارد که واقعا می تواند به این مقدار درآمد دست یابد. در این صورت فرد به هدف خود نخواهد رسید. از سوی دیگر اگر فرد دائما به افزایش درآمد خود فکر کند و باور داشته باشد که توانایی دستیابی به آن مبلغ را دارد، در حقیقت می تواند درآمد خود را به 50,000 دلار افزایش دهد. همانطور که انتظار می رود،
این مطلب تنها به اهداف مالی ختم نمی شود. مثلا اگر در بازی گلف امتیاز 95 را کسب کنید و سپس با تمرکز لازم این امتیاز را به 85 برسانید و به توانایی های خود باور داشته باشید، می توانید قدم های لازم برای رسیدن به هدفتان را بردارید. برای انجام این کار نیاز به تمرین بیشتر دارید، اما در نهایت قادر خواهید شد امتیاز خود را در بازی کم کرده و به هدف خود دست یابید. افکار غالب زندگی روزانه شما را اداره می کنند. این عقیده که به هر چه فکر کنید آن را به دست خواهید آورد، بیانگر قانون افکار غالب هم می باشد. این عبارت بدان معناست که درون هر یک از ما نیروی وجود دارد که ما را در جهت دادن به افکار غالبمان هدایت می کند. واژه کلیدی در این قسمت کلمه غالب است. هنگامی که فقط روزی چند ثانیه افکار مثبت داشته و با بقیه روز را با افکار منفی بگذرانید، به نتیجه مثبتی دست نخواهید یافت. خلاصه مطلب این که افکار مثبت جزئی نتایج مثبتی به دنبال ندارند. درست مانند این است که بخواهیم با رژیم غذایی جزئی به فرم دلخواه دستیابیم. برای مثال در زمان صبحانه غذاهای سالم و کم کالری، ولی در طول روز کیک، بستنی و دیگر غذاهای پر کالری مصرف کنیم. همین قضیه در مورد ورزش کردن نیز صدق می کند. نمی توانید انتظار داشته باشید که با هفته یک بار و فقط چند دقیقه ورزش به فرم خوب و مناسب دست یابید. افکار مثبت را نیز از همین منظر مورد توجه قرار می دهیم. با داشتن مقدار کمی از هر چیز نمی توانید به نتیجه مطلوب دست یابید، بلکه باید فعالیت‌های ذهن خود را کنترل کرده و تمام روز افکار مثبت داشته باشید تا جایی که این امر تبدیل به عادت شود. به خاطر داشته باشید که این الگوی عمل افکار غالبتان است. لحظه‌ای درنگ کرد و فکر کنید چگونه می توانید افکار غالبتان را در قسمت‌های مهم زندگی خود به کار برید. آیا این افکار برایتان کاربرد دارد یا اینکه مانع شما می شوند؟ آنها می توانند چون به آن باور دارند. اصلاح نگرش به مالکیت ملک منتهی می شود. اجازه دهید با ذکر مثالی در مورد خودم به قدرت تفکر اشاره کنم. در سالهای 1970 و اوایل 1980 متوجه شدم که افراد زیادی در نواحی اطراف محل سکونتم درآمد خوبی از طریق خرید املاک و اجاره آنها به دست می آورند، زیرا ارزش ملک هر سال افزایش پیدا می کرد. با وجود یکی از مشکلات عمده این کار، یعنی سر و کله زدن با مستاجران، سودی که سرمایه گذاران به دست می آوردن شگفت انگیز بود. خب فکر کردم که من نیز باید خانه‌ای برای سرمایه گذاری خریداری کنم، اما هرگز کاری انجام ندادم. برای اینکه در شک و تردید بودم، افکارم در منفی گرایی های من محصور شده بودند. بی پرده بگویم که نگرش افتضاحی داشتم. با وجود نگرش منفی که داشتم، جای تعجب داشت که بتوانم قدم مثبتی بردارم. با این وجود بعد از مطالعه کتاب‌ها و گوش دادن به نوارهای قدرت نگرش و باور، تصمیم گرفتم دیدگاه خود را در مورد سرمایه‌گذاری املاک تغییر دهم. در تابستان 1986 تصمیم گرفتم قبل از پایان سال دو خانه را برای سرمایه‌گذاری خریداری کنم
در این مدت اجازه ندادم افکار منفی ذهنم را درگیر کنند. به مدت 6 ماه افکارم را در سرمایه گذاری روی این دو ملک متمرکز کرده بودم. هر روز اهداف خود را روی کاغذ می نوشتم و چندین بار به آنها مراجعه می کردم. با تمام وجود باور داشتم که قبل از پایان سال صاحب دو ملک خواهم شد. در یکی از عصرهای آخر هفته همراه با مشاور املاک به بازدید خانه هایی رفتم. شخصا از حدود 100 ملک بازدید کرده بودم و در مورد 100 ملک دیگر نیز تحقیقات لازم را انجام داده بودم. در پاییز 1986 صاحب ملک شدم. دستیابی به موفقیت به واسطه کاری که از انجام آن اجتناب می کردید احساس فوق‌العاده‌ای دارد. اما هنوز هم کارهای زیادی داشتم که باید انجام می دادم. در 29 دسامبر که فقط 2 روز به پایان سال باقی مانده بود به هدف خود دست یافتم و دومین ملک خود را برای سرمایه گذاری خریداری کردم. وقتی که به گذشته فکر می کنم با خود می گویم که چگونه از سال 1986 نتوانستم ملکی خریداری کنم. در سال 1986 به این باور رسیدم که می توانم این کار را انجام دهم و به نگرش مثبتی دست یافتم که مرا برای رسیدن به اهدافم هدایت می کرد. تجربیاتی که به دست آورده بودم حقیقتاً ارزشمند بودند. در حقیقت نمی توان برای آنها ارزشی تعیین کرد، چرا که به من آموختند با اعتماد به خیشتن و داشتن اندیشه مثبت می توانید به اهداف خود دست یابید. مقایسه نگرش و واکنش. در رابطه با تفکر توضیحات بسیاری را ارائه دادم. ممکن است سوال داشته باشید که واکنش یا عمل در کدام مرحله با تفکر همگام می شود. حقیقت این است که شما نمی توانید بدون واکنش یا عمل به نتایج دلخواه دست یابید، اما باید بدانید که تفکر بر واکنش مقدم است. همیشه توانایی انجام فعالیت هایی که برای خرید ملک انجام دادم، از قبیل ارتباط با معاملات ملکی، بازدید از املاک مختلف و بررسی فهرست روزنامه ها را داشتم. اما تا زمانی که دارای نگرش منفی بودم، هرگز برای انجام این کار اقدام نکرده بودم. ولی به محض تجدید نظر در دیدگاه خود، دریافتم که باید کاری انجام دهم و چیزی نمیتواند مانعم شود. به همین دلیل است که سیستم باور مثبت راهی است برای رسیدن به اهدافمان. هنگامی که باور غالبتان این باشد که می توانید به اهدافتان دست یابید، عزم خود را جزم کرده و به سمت هدف مورد نظرتان حرکت کنید. موقعیت شما از افکارتان نشأت گرفته است. با این حقیقت روبرو شوید. باورهایتان شما را به سمت موقعیتی که امروز در آن قرار دارید سوق داده است. و بدین ترتیب افکارتان موقعیتی که در آینده خواهید داشت را هم مشخص می کند. در حقیقت نتایج موجود در هر یک از مراحل زندگیتان به افکار شما مرتبط می شود. برای مثال موقعیت مالی خود را در نظر بگیرید. باور شما در این رابطه چیست؟ آیا دائما به این فکر می کنید که درآمد کافی ندارید؟ اگر دائما به این موضوع فکر کنید به فقدان مالی، تمامی راه‌های کسب درآمد را مسدود خواهید کرد. این قضیه در مورد روابط نیز صدق می‌کند. اگر به این موضوع فکر کنید که شایستگی لازم را ندارید، دوستان و آشنایانی وارد زندگیتان می‌شوند که به خوبی با شما رفتار نخواهند کرد.
شرط میبندم حتما در اطرافتان کسی را میشناسید که به نظر میرسد با فرد نامناسبی رابطه دارد. در حقیقت دوستان دیگر آن شخص نیز افراد مناسبی نیستند. آیا فکر میکنید این امر تصادفی است؟ خیر، باور عمیقی در این شخص شکل گرفته که باعث شده این گونه افراد را به سمت خود جذب کند. فرقی نمی کند که در مورد مسائل مالی، روابط یا شغل صحبت می کنیم. حقیقت یک چیز است. اگر افکارتان را تغییر ندهید، نتایج تغییری نخواهند کرد. اگر چیزی را خالصانه باور کنیم، حقیقت پیدا می کند. افکار خود را تغییر دهید. خوشبختانه خبرهای خوبی هم وجود دارد. شما می توانید با تغییر افکارتان نتایج کار خود را تغییر دهید. در این قسمت چگونگی انجام این کار را برایتان توضیح خواهم داد. برای شروع کاری را که قرار است انجام دهید، تمام روز با خود تکرار کنید. همه ما صدای درون داریم. به عبارت دیگر با خودمان حرف میزنیم. اغلب اوقات حرفی که میزنیم جنبه منفی دارد. انتقادآمیز و محدود کننده است. شاید به این جملات فکر کنید. من نمیتوانم این کار را انجام دهم یا انجام این کار از عهده من خارج است. این افکار مانع شما می شوند. به جای بیان این جملات با خود تکرار کنید که توانایی انجام کار را دارید و به اهداف خود دست خواهید یافت. همانطور که در بخش دوم این کتاب به طور کامل توضیح خواهم داد، ضروری است از کلماتی که به طور مرتب استفاده می کنیم آگاهی داشته باشیم. برای مثال، آیا خود را دست کم می گیرید و در مورد چیزهایی صحبت می کنید که هرگز به آنها دست نخواهید یافت؟ ذهن شما قادر است تمام کلماتی که به زبان می آورید را بشنود و همانند آهنربا رویدادها و موقعیت‌های نشأت گرفته از باورهایتان را جذب کند. بنابراین اطمینان حاصل کنید که در رابطه با خود و اهدافتان کلمات مثبتی را به کار میبرید. هیچ فردی نمیتواند به موفقیت دست یابد مگر اینکه شیفته و مشتاق کسب موفقیت باشد. تکرار کردن نکته اصلی است. در قسمت زیر دو مرحله وجود دارد که باعث می شود اندیشه مثبت بیشتری به دست آورده و به نتایج بهتری دست یابید. مرحله یک، سعی کنید هر روز مطالبی را با موضوعاتی راجع به مثبت اندیشی مطالعه کنید. سعی کنید 10 تا 15 دقیقه از روز را به این امر اختصاص دهید و دیگر اینکه بهتر از قبل از خواب نیز به مطالعه این مطالب بپردازید. معمولا کتاب‌ها و مقالات انگیزشی بسیاری برای مطالعه وجود دارد. سعی کنید هر چیزی که برایشان مفید است و با آن ارتباط برقرار می‌کنید را مطالعه کنید. این مطلب ممکن است در کتاب مقدس یا هر مطلب انگیزشی دیگری موجود باشد. شما می توانید مجموعه وسیعی از این کتاب‌ها را در قسمت‌های روانشناسی و خود اصلاحی موجود در کتاب‌فروشی‌ها یا کتابخانه‌ها تهیه کنید. مرحله دو، هر روز به نوارهای انگیزشی گوش کنید. شما می‌توانید در حین رانندگی، در خانه، محل کار و حتی هنگام ورزش نیز به این نوارهای صوتی گوش دهید. نکته اصلی در این جملات تکرار کردن است. هنگامی که بارها و بارها به این مطالب گوش دهید، آنها بخشی از وجود شما می شوند و سعی می کنید با بکارگیری آنها زندگی خود را بهبود بخشید.
این نوارها به شما کمک خواهد کرد تا در مورد نگرش و دیگر قواعد موفقیت خود بیاندیشید. البته نوارهای صوتی جایگزینی برای واکنش نیستند. انتخاب با خودتان است که بتوانید این نظرات را عملی کنید. بنابراین اگر مطالب مثبت را مطالعه کنید و هر روز به نوارهای آموزشی گوش دهید، پدیده‌ای متفاوت در زندگی شما رو خواهد داد. می‌خواهم با توجه به تجربیاتی که کسب کردم به شما بگویم این تکنیک‌ها در صورتی کاربرد دارند که به صورت مرتب از آنها استفاده کنید. مطالبی که در این بخش آموختیم این است: با تغییر در افکار خود می توانید زندگی خود را تغییر دهید. شما همان چیزی می شوید که به آن فکر می کنید. موفقیت یک شبه به دست نمی آید. قبل از اینکه نتیجه گیری کنم، تمایل دارم مطالبی درباره قدرت فکر و افکار مثبت بازگو کنم. نکته اول این که تفکر مثبت بدان معنا نیست که یک شبه می توانید به اهدافتان برسید. برای مثال اگر به کسب درآمد بیشتر فکر می کنید، بدان معنا نیست که صبح روز بعد کیسه ای پر از پول کنار تخت شما نمایان خواهد شد. کسب موفقیت به تلاش، مسئولیت پذیری و صبر نیاز دارد. نکته دوم این است که افکار مثبت بدان معنا نیست که مشکلی پیدا نخواهید کرد. به من اعتماد کنید، مشکلات و موانع بسیاری سر راه شما وجود خواهند داشت. اگر به خود اعتماد کرده و به تلاشتان ادامه دهید، بر تمام موانع غلبه خواهید کرد. به خاطر داشته باشید که شما دائماً در مسیر افکار اصلی خود در حرکت هستید. هر چیزی که در زندگی خود به دست می آورید در نتیجه افکار و باورهایتان است. افکار منفی نتایج منفی به همراه دارد و افکار مثبت نتایج مثبت را به دنبال خواهد داشت. پنجره نگرش خود را تمیز و شفاف نگاه دارید تا افکار مثبت نتایج درخشان خود را نمایان سازند. منطقی نیست که افکار منفی داشته باشید مگر اینکه بخواهید به نتایج منفی دست یابید و می‌دانم که نمی‌خواهید چنین اتفاقی رخ دهد. بنابراین افکار خود را عاقلانه انتخاب کنید و از این قواعد قدرتمند برای دستیابی به نتایج دلخواه خود استفاده نمایید. شما باید قبل از اینکه کاری انجام دهید آن را در ذهنتان تصویر سازی کنید. درس 3. هدف خود را تصویر سازی کنید تا موفق شوید. در مسابقه تلویزیونی اخیر که با خواننده معروف سلندیون انجام شده بود، از او سوال شد آیا در شروع کارش تصور می کرد که بتواند آلبوم خود را با رکورد بسیار بالایی به فروش برساند و در تورهایی که هر هفته برگزار می کند در مقابل هزاران هزار طرفدار قرار بگیرد؟ او در جواب گفته بود که هیچ کدام از این رخدادها موجب تعجب او نشده است، به این دلیل که از 5 سالگی تمامی این وقایع را در ذهن خود تصویر سازی کرده است. او فخر فروشی نمی کرد و برای رسیدن به تمام موفقیت های خود به طور غیر قابل باوری زحمت کشیده بود. چیزی که از دوران کودکی آموخته بود این بود که از نوع توانایی خود در جهت داشتن قدرت تصور شفاف و روشن استفاده کرده و رویای معروف شدن را در ذهن خود مجسم کند. بهترین ورزشکاران جهان نیز با تقویت قدرت تصور چگونگی عملکردشان را در ذهن خود تصویرسازی می کنند. این ورزشکار می تواند
اسکیت باز نمایشی باشد که می‌خواهد از موانع سخت عبور کند. می‌تواند تنیس باز حرفه‌ای باشد که قصد دارد رقیب خود را شکست دهد و یا می‌تواند گلف بازی باشد که قصد دارد ضربه مؤثر به توپ بزند. اکثر ورزشکاران سطح بالا قبل از اینکه به موفقیت در دنیای واقعی دست یابند این موفقیت را در ذهن خود تجسم می کنند. تصویرسازی تنها مختص خوانندگان، ورزشکاران و یا ستارگان سینما نیست. در حقیقت شما از دوران کودکی از این نیرو برای ایجاد موقعیت هایی در زندگی خودتان استفاده کرده اید. اجازه دهید منظور خود را واضح تر بیان کنم. تصویرسازی اغلب به عنوان فیلمسازی ذهنی و یا تجسم درونی تلقی می شود. همه ما تصاویری از نوع ارتباطی که لیاقتش را داریم، درجه موفقیتی که در موقعیت شغلی خود کسب خواهیم کرد، میزان توانایی و مقدار درآمدی که به دست خواهیم آورد را در ذهنمان ذخیره می کنیم. تجسم مهمتر از دانش است. تصویرسازی ذهنی دوران کودکی. این تصاویر از کجا نشأت گرفتند؟ ما تصویرسازی ذهنی را از دوران کودکی آغاز می کنیم. اگر مورد سرزنش و انتقاد قرار بگیریم، تمام این وقایع و احساساتی که با این وقایع مرتبط می شوند را در ذهنمان تصویرسازی می کنیم. برای اینکه به طور مدام به این وقایع فکر می کنیم، در این زمینه هر دو زمین خودآگاه و ناخودآگاه من درگیر هستند. هدف ما ایجاد موقعیت هایی در زندگی است که مطابق با تجسم واقعی من باشد. به عنوان مثال ممکن است هنوز هم تصاویر مربوط به سرزنش معلمتان در دوران دبستان را به یاد داشته باشید. آن روز در مقابل دانش آموزان تحقیر شدید و بعد از این اتفاق هر زمان که قصد داشتید در مدرسه یا در مقابل گروهی از افراد نظر خود را اعلام کنید منصرف شده و سکوت می کردید. همه اینها به زمانی برمی گردد که به طور ناراحت کننده مورد سرزنش قرار گرفته بودید. آن تصویر در ذهن شما باقی مانده است و در واکنش حال حاضر شما تأثیر مخربی گذاشته است. متاسفانه تعداد زیادی از ما در تصاویر مربوط به دوران کودکیمان تجدید نظر نکردیم. در نتیجه دائما نتایجی را به وجود می آوریم که کمتر از حد توانایی های واقعی من است. در قسمت زیر به تکنیک هایی برای کاربرد قدرت تجسم در بهبود تصویرسازی اشاره کرده ایم. نسبت به تصویرسازی ذهنی خود مسئولیت پذیر باشید. تمامی تصاویر ذهنی به دوران کودکیتان مربوط نمی شود. شما دائما تصاویر ذهنی را بر اساس روابط، تجربیات کاری و دیگر وقایع به وجود می آورید. منشأ این تصاویر مهم نیست. فقط خودتان مسئول تصورات ذهنیتان هستید. اجازه دهید نمونه ای را در این رابطه ذکر کنم. تصور کنید در حال خوردن بستنی مورد علاقه تان هستید. آیا این موضوع تصویری را در ذهنتان ایجاد می کند؟ شرط می بندم که این طور است. بسیار خوب، حال به این فکر کنید که آیا می توانید یک فیل را ببینید؟ رنگ فیل را صورتی کنید؟ در عرض چند ثانیه می توانید فیلی را با رنگ صورتی تصویر سازی کنید؟ آیا می توانید تصویر بستنی قیفی را دوباره در ذهن خود مجسم کنید؟ البته که می توانید. آیا متوجه منظور من شدید؟ شما روی تصاویری که در ذهن خود ایجاد می کنید
کنترل دارید، حتی زمانی که آگاهانه تصمیم ندارید کدام تصویر را مجسم کنید، ذهن شما به آرشیو مراجعه خواهد کرد و مجدداً تصاویر قدیمی را از کتابخانه ذهنتان تصویرسازی می‌کند. معنای تصاویر قدیمی را تغییر دهید. لزومی ندارد تجربیات گذشته را انکار کنید. مهم نیست که این تجربیات تا چه اندازه ناراحت کننده و دردناک باشند. برای مثال نمی توانید حقیقت مربوط به سرزنش شدن توسط معلم خود را تغییر دهید، اما می توانید برداشت خود را از وقایع تغییر دهید. برای مثال زمانی که در دوران کودکی مورد سرزنش قرار گرفته اید، نباید همانند برداشت های کودکی با خود بگویید من به قدر کافی خوب نبودم یا نظرات من بی ارزش هستند. شما باید این مسائل را با دوران بزرگسالی که در آن قرار دارید تطبیق دهید. اکنون شما می توانید از جنبه دیگری به موقعیت نگاه کنید و آگاهانه با آن برخورد داشته باشید. برای مثال ممکن است معلم با شما مخالفت کرده باشد، اما این موضوع به سطح هوشی یا دیگر ارزش‌های شما مربوط نبوده است. تصاویر جدیدی را خلق کنید. هر زمانی که تمایل داشته باشیم می توانیم تصاویر ذهنی جدیدی را خلق کنیم. هنگامی که روی تصاویر جدید تمرکز داشته باشیم و این تصاویر موجب شوند احساسات و هیجاناتمان برانگیخته شود، در مسیری قرار خواهیم گرفت که از تصاویر ذهنی جدید پشتیبانی خواهند کرد. بنابراین اولین قدم این است که تصویری از نتایج دلخواه خود را به وجود آورید. شما فقط توسط تصورات خودتان محدود شده اید. همانطور که می دانید اکثر افراد واهمه دارند که در مجامع عمومی صحبت کنند. در تحقیقات انجام شده ترس از سخنرانی در رده اول قرار گرفته است. حتی رتبه آن از ترس از مرگ هم بالاتر رفته است. در نتیجه هنگامی که از بیشتر افراد درخواست می شود تا سخنرانی کنند، چه نوع تصویرسازی در ذهن آنها ایجاد می شود؟ آنها خود را مجسم می کنند که با حالت عصبی در مقابل حضار قرار گرفتند. شاید در به خاطر سپردن متن سخنرانی مشکل دارند. اگر همچنان به این افکار ادامه دهند، مطمئن باشید که سخنرانی موفقیت آمیزی نخواهند داشت. در عوض اجرایی را در ذهن خود مجسم کنید که با اعتماد به نفس کامل در حال ارائه آن هستید و حضار به شما گوش فرا می دهند. باهوش به نظر می رسید و ارائه شما راحت و بی اشکال است. شما داستانهای جالبی را بازگو می کنید و حضار از شنیدن آنها لذت می برند و در پایان با تشویق و تبریک آنها مواجه خواهید شد. آیا می توانید احساس کنید که این نوع از تصویرسازی موجب بهتر شدن سخنرانیتان می شود؟ در نظر داشته باشید این تصویرسازی چیزی نیست که یک شبه در ذهن شما شکل گیرد، اما با صبر و تلاش بسیار و تمرکز روی تصاویر ذهنی می توانید به طور خودکار این کار را انجام دهید و از دیدگاه خود پشتیبانی کنید. شما روی آن دسته از تصاویر ذهنی کنترل دارید که ذهنتان را درگیر کرده‌اند. مسیر خود را برای فروش موفقیت آمیز مجسم کنید. اگر به فروش کالا یا خدمات علاقه‌مند هستید، لازم است موفقیت خود را مجسم کنید. اگر به نتیجه نرسیده اید، بدون شک تصاویری از فروش معمولی یا فروش ناامید کننده را به جای
فروشی موفقیت آمیز در ذهن خود ایجاد کرده اید. همکنون ملاقات بعدی خود را با یک مشتری مجسم کنید. در ذهن خود چگونه با این موضوع برخورد می کنید؟ آیا فردی جسور و قاطع هستید؟ آیا می توانید با شور و اشتیاق توضیحات لازم در مورد مزیت‌های محصول خود را ارائه دهید؟ آیا مشتری با توجه به گفته‌های شما ترغیب می‌شود محصول را خریداری کند؟ آیا تصور می‌کنید ملاقات شما موفقیت‌آمیز بوده است؟ به خاطر داشته باشید شما یک تهیه کننده، کارگردان، نویسنده، نورپرداز، طراح لباس و بازیگردان تصویرسازی ذهنیتان هستید. خود شما در شکوفایی آنها نقش دارید. با آموزش دادن ذهنتان در ایجاد نتایج موفق می توانید مسیر خود را در فروشی موفق هموار کنید. البته اگر در ذهن خود این گونه تجسم کنید که مشتریان به نحوه ارائه و نظراتتان علاقه نشان نمی دهند، تلاش شما برای کسب موفقیت در فروش بیفایده خواهد بود. شما آن دسته از افراد و موقعیت هایی را به سمت خود جذب خواهید کرد که با تصاویر منفیتان در ارتباطند. تصور هنری است که در آن چیزهایی را می‌بینید که از دید دیگران پنهان هستند. آرام باشید و احساسات خود را کنترل کنید. بهترین روش کاربردی در رابطه با هنگامی که بر روی تصاویر ذهنی جدید خود متمرکز شده باشید چه چیز است؟ ثابت شده است که ذهن شما در زمانی که آرام هستید و همزمان به چیزهای مختلفی فکر نمی کنید بیشترین تصویر سازی را دریافت می کند. بنابراین روی صندلی راحتی بنشینید، چشمان خود را ببندید و آرام باشید. اکنون با تمام احساساتی که در وجود خود پیدا می کنید تصورات خود را گسترش دهید. هر اندازه حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه در تصویر سازی شما بیشتر باشد، قدرت جاذبه شما برای به حقیقت رساندن این رویاها بیشتر خواهد شد. در این رابطه نمونه ای را ذکر می کنم. فرض کنیم شما همیشه در آرزوی داشتن خانه ای در کنار دریا بوده اید. خانه سپید رنگی را مجسم کنید. برگ‌های سبز درختان کاج که با نسیمی ملایم به آرامی تکان می‌خورند، بوی شوری آب را استشمام کنید. برخورد ماسه‌های گرم را بین انگشتان پای خود احساس کنید. گرمای آفتاب را احساس کنید. به نظرتان اینجا بهشت نیست؟ همه این چیزها می‌تواند از آن شما باشد. اگر این تصورات را در ذهن خود ایجاد کرده و تلاش لازم برای رسیدن به آنها را انجام دهید، همچنین به خاطر داشته باشید این تصورات ذهنی در صورت همراه شدن با احساسات پایدارتر و قویتر می شوند. بنابراین اطمینان حاصل کنید که تصورات شما توأم با عواطف مثبت باشند. برای مثال هنگامی که شغل ایدئال خود را تصویر سازی می کنید، تصویر ذهنی شفاف و احساسات فیزیکی را با عواطف شدیدی مانند غرور و رضایتمندی از موقعیت جدید کاری خود ترکیب خواهید کرد. در نهایت اینکه نسبت به کیفیت تصورات ذهنی خود نگران نباشید. بعضی از افراد قادر هستند تصورات ذهنی رنگارنگ و زنده ای را به وجود آورند، در حالی که بعضی دیگر تصورات ذهنی مبهمی دارند. همچنین ممکن است با وجود داشتن تصویری واضح نتوانید در شروع کار احساس خاصی داشته باشید.
در هر صورت نگران نباشید. توانایی های خود را به کار گیرید و خود را با دیگران مقایسه نکنید. تصورات ذهنی شما در طول زمان قوی تر خواهد شد. نکته اصلی این است که سعی کنید وقت بیشتری را به تصویر سازی ذهنی اختصاص دهید. برای خودتان پاداش تعیین کنید. خلق تصاویر ذهنی از دستیابی به موفقیت به قدرت زیادی نیاز دارد. اما روش دیگری وجود دارد که می توانید دستیابی به موفقیت را سرعت بخشید. می توانید برای رسیدن به چیزی که می خواهید امدادهای بصری را به وجود آورید. در سال 1990 کمدین معروف جیم کری در زمانی که هنوز به شهرت نرسیده بود به دلیل فعالیت در اجرای نمایش برای خودش پاداشی به مبلغ 10 میلیون دلار در نظر گرفت. چک مدتدار 10 میلیون دلاری به تاریخ جشن شکرگزاری سال 1995 نوشت. کری در این باره اظهار داشته است که مسئله مالی در میان نبود. او میدانست که اگر مبلغ مورد نظر بالا باشد، او میتواند با بهترین افراد روی بهترین مطالب کار کند. کری به خاطر بازی در فیلم‌های قهرمان جسور و نقاب مبلغ 800 هزار دلار دریافت کرد. سپس در اواخر سال 1994 به خاطر بازی در فیلم احمق و احمق‌تر مبلغ 7 میلیون دلار دریافت کرد. در سال 1995 میلیون‌ها دلار دیگر به دست آورد و اکنون برای بازی در هر فیلم مبلغ 20 میلیون دلار دریافت می‌کند. داستان چک مدتدار جیم کری نمونه بارزی از قدرت ناخودآگاه ذهن برای حقیقی کردن هدفی است که با ایمان و اعتقاد قوی ایجاد شده است. به اهداف خود فکر کنید و تصویر طی کردن مسیر طولانی برای دستیابی به موفقیت را در ذهن خود ترسیم کنید. هنگامی که تصویر واقعی از هدف را به کار میبرید، مانند داستان چک، شانس موفقیت شما بیشتر می شود. این مثال را به این دلیل که درباره جیم کری بود با شما به اشتراک نگذاشتم. این تکنیک مشابه می تواند به شما هم کمک کند. چرا همین الان برای خود چک مدتداری به مبلغی که قصد دارید در 3 یا 5 سال آینده به آن دست یابید نمی نویسید؟ اطمینان حاصل کنید که حداقل 1 بار در روز به آن نگاه می کنید و باور کنید که در مسیر رسیدن به آن هدف قرار گرفته اید. به دنبال شغل مورد علاقه خود باشید. یادداشت کردن تصورات ذهنی کمک شایانی در پیشبرد اهداف شما خواهد کرد. این امر فقط به در نظر گرفتن پاداش برای خودتان محدود نمی شود. در این قسمت مثالی در رابطه با یکی از دوستانم می زنم. کسی که او را رابرت جونز خطاب خواهیم کرد. رابرت نامزد انتخابات مربوط به قضاوت شده بود و در رأی گیری انتخابات آینده حضور پیدا کرد. با اینکه به شانس برنده شدن خود در انتخابات باور داشت، رویای قضاوت را در سر داشت. کمی عصبی بود و شک و تردید داشت. به رابرت پیشنهاد کردم برای خودش یادداشتی با مضمون قاضی رابرت جونز بنویسد و آن را در جایی قرار دهد که در معرض دیدگانش باشد. برای مثال کنار تخت خواب یا آینه حمام. همچنین به او پیشنهاد کردم که این کلمات را روی کارتی یادداشت کرده و آن را همراه خود داشته باشد. یادآوری این کلمات باعث می‌شد رابرت در ذهن خود تصویری از قاضی شدن را ایجاد کند. او با خودش فکر می‌کرد که ردای مشکی مخصوص به قضات را پوشیده است.
او مجسم می کرد که همه حضار با ورود او به دادگاه از جایگاه برمی خیزند. هرچقدر این تصورات ذهنی قوی تر شوند، باعث می شوند رابط تمامی سعی خود را برای تحقق این اهداف به واقعیت به کار گیرد. تلاش او مضاعف خواهد شد. او اطمینان دارد که حزب مربوطه تمامی امکانات لازم برای دستیابی به رأی بیشتر در روز انتخابات را انجام خواهد داد. در حالی که رابرت می توانست بدون استفاده از یادداشت کلمات تصورات ذهنی قوی را شکل دهد، اما شکل دهی به قدرت تصور با استفاده از امداد بصری قدرتمندتر گردید. یادداشت‌ها به رابرت یادآوری می‌کنند تا در اندیشه قاضی شدن باشد و تصورات مربوط به موقعیت را در ذهن خود تداعی کند. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که این روش برای رابط کاریایی داشته باشد یا اینکه همیشه موثر باشد، اما اگر یک بار این روش را امتحان کنید متوجه خواهید شد این روش باعث خواهد شد تا به اهداف خود دست یابید. در نتیجه آیا موقعیتی وجود دارد که بخواهید به آن دست یابید؟ آیا تمایل دارید به مدیر فروش، سرپرست، وکیل یا مالک کسب و کار خود باشید؟ آرزوی شما هرچه باشد می توانید با ایجاد امداد بصری به رویاهایی که برای داشتن زندگی مورد علاقه تان در سر دارید دست یابید. یادداشت‌های تصویری در دو جنبه مثبت و منفی کاربرد دارد. هنگام به کارگیری یادداشت‌های یادآوری کننده بصری مراقب باشید. بعضی از افراد از امدادهای منفی استفاده می کنند و با پیامدهای بسیار جدی مواجه می شوند. برچسب های سپر اتومبیل بهترین نمونه در این رابطه است. چند سال پیش زمانی که در حال رانندگی بودم متوجه برچسبی در سپر عقب ماشین جلو هم شدم. روی برچسب نوشته شده بود: من بدهکارم، من بدهکارم، بنابراین باید کار کنم. در سالهای گذشته بارها و بارها با چنین برچسبهایی مواجه شده بودم. کاملا برایم آشنا بودند، درست مانند قافیه‌ای بی‌معنی. این طور نیست؟ آیا این عبارات آزاردهنده نیستند؟ اشتباه می‌کنید. چیز جالب یا آزاردهنده‌ای در این پیغام وجود ندارد. هنگامی که چنین چیزی را روی ماشین خود قرار دهید، در ذهن خود طوری برنامه ریزی می‌کنید که مغروض بودن شما را یادآوری کند. در مورد شخصی بیاندیشید که این برچسب را روی سپر ماشین خود چسبانده است. ما او را آلیس خطاب خواهیم کرد. آلیس هر روز صبح برای داشتن روزی خوب بیرون می رود و عبارت من بدهکارم را مشاهده می کند. هنگامی که محل کار خود را ترک می کند، سوار ماشینش می شود و دوباره عبارت من بدهکارم را مشاهده می کند. این مورد در ضمیر ناخودآگاه او ثبت می شود. تصاویر ذهنی او با مغروض بودن او مرتبط می شود. با توجه به درس دوم، آلیس همیشه چیزی را به سمت خود جذب خواهد کرد که بیشتر به آن فکر می کند. در این رابطه او مغروض بودن را به سمت خود جذب می کند. اگر از آلیس سوال کنید که چرا هیچ وقت درآمد کافی ندارد، او پاسخ خواهد داد که بدشانس است. حقیقت این است آلیس نسبت به چیزی که در ذهنش می‌گذرد بی توجه است. برچسب بی اهمیت و بی معنی می‌تواند آینده او را تحت تأثیر قرار دهد. آلیس درست همانند کسی است که مشتی گل به سمت پنجره نگرش خود که در حال حاضر کثیف است پرتاب می‌کند. اگر همه چیز به نگرش بستگی دارد، بنابراین نگرش شاخص آلیس این عبارت است: من یک فرد بدهکار هستم. با چنین نگرشی آیا فکر می‌کنید او در آینده
فردی ثروتمند می شود یا بدهکار؟ همه ما پاسخ این سوال را می دانیم. نور، دوربین، حرکت. خب، در این قسمت توصیه های لازم در مورد ایجاد تصاویر ذهنی و چگونگی بهره‌مندی از آن ارائه داده شد. به خاطر داشته باشید اگر کنترل خود را در دست نگیرید و تصاویر خودتان را توسعه ندهید، موجب می شود تصاویر قدیمی تداوم داشته باشند. اگر تصاویر ذهنی قدیمی به شما خدمت می کنند بسیار خوب است، اما اگر به هر دلیلی باعث عقب نشینی شما شدند، از همین امروز شروع کنید و از قدرت شگفت‌انگیز تصویرسازی ذهنی خود در جهت دستیابی به موفقیت‌های بیشتر بهره بگیرید. نمی توانم بگویم که این قدرت چیست. آن که می دانم این است که این قدرت وجود دارد و تنها زمانی ظاهر می گردد که شخص در مرحله‌ای به سر می برد که می داند دقیقاً چه می خواهد و تصمیم گرفته است تا رسیدن به آن تسلیم نشود. درس 4. با مسئولیت پذیری می توانید کوه را جابجا کنید. در گذشته فکر می کردم معنای کلمات تعهد بارها امتحان کنید است، تا زمانی که کتاب مایک هرتاکی با عنوان برترین رموز برای دستیابی مطلق به چیزی که آن را دوست دارید را مطالعه نکرده بودم، معنای صحیح این مفاهیم را نمی دانستم. تعهد شروعی برای وقوع برترین رموز است. طبق گفته های نویسنده، کلید اصلی برای دستیابی به چیزی که می خواهید برای تحقق هدف خود به کار گیرید این عبارت است: برای انجام هر کاری علاقه و اشتیاق داشته باشید. حال قبل از اینکه نتیجه گیری کنید، اجازه دهید در رابطه با عبارت هر آنچه که می خواهید بگویم که ورود تمامی اعمال غیرقانونی و غیر اخلاقی که موجب ناراحتی دیگران می شود را منع کرده ام. منظور من در رابطه با کلمه اشتیاق چه چیز است؟ این واژه نگرش ذهنی است که به جملات زیر اشاره دارد. اگر برای رسیدن به هدف 5 قدم لازم باشد، من آن 5 قدم را بر می دارم. اگر برای رسیدن به هدف 55 قدم لازم باشد، من آن 55 قدم را بر می دارم. اگر برای رسیدن به هدف 155 قدم لازم باشد، من آن 155 قدم را بر می دارم. البته در شروع کار نمی دانید برای رسیدن به هدف خود به چند قدم نیاز دارید. این مسئله مهمی نیست. تنها چیزی که برای موفقیت نیاز دارید این است که برای انجام کاری که در پیش گرفته اید و با توجه به شمار قدم هایی که باید بردارید مسئولیت پذیر باشید. فرد زمانی پاداش تلاشش را می گیرد که هرگز تسلیم نشود. صبر و استقامت در کجا قرار گرفته است؟ صبر و استقامت به دنبال تعهد ایجاد می شود. به همین دلیل است که قبل از پافشاری برای دستیابی به چیزی که می خواهید، ابتدا باید نسبت به آن مسئولیت پذیر باشید. زمانی که برای دستیابی به هدف خود مسئولیت پذیر شوید، بی‌وقفه تصمیم خود را تا زمان رسیدن به نتیجه دلخواه خود دنبال خواهید کرد. معجزه مسئولیت پذیری. هنگامی که متعهد می شوید تا کاری را انجام دهید، برای تحقق پیدا کردن هدفتان، افراد و موقعیت‌های لازم و ضروری را به سمت خود جذب می‌کنید. برای مثال ممکن است هدف شما این باشد که نویسنده معروفی شوید که به طور اتفاقی از جانب ناشر
یا محقق ادبی به برنامه تلویزیونی دعوت می شود. این گونه نیست که این پیشامدها هرگز وجود نداشتند، بلکه به این دلیل است که ذهن شما هرگز روی آنها متمرکز نشده بود. زمانی که متعهد می شوید کاری را انجام دهید، برای دستیابی به هدفتان آن را در ذهن خود تصویرسازی می کنید. سپس ذهنتان همانند آهنربایی به کار می افتد و رویدادها و وقایع لازم را برای تحقق پیدا کردن رویاهایتان به سمت خود جذب می کند. اما این رویکردها یک شبه حاصل نمی شود. شما باید فعال باشید و از فرصتها استفاده کنید. هیچ کس بهتر و کاملتر از اچموری در مورد معجزه‌ای که در مسئولیت پذیری جریان دارد توضیحاتی ارائه نداده است. جملات زیر از گفته های موری هستند. زمانی که در تعهد فردی تردید وجود دارد، شانسی برای موفقیت وجود ندارد. با توجه به اقدامات اولیه در این میان حقیقتی وجود دارد که بی اطلاعی از آن موجب از بین رفتن ایده های نامحدود و طرح‌های شگفت‌انگیز می شود. اگر در این لحظه فردی به طور حتم متعهد شود، مشیت الهی نیز با او همراه می شود. امدادهای مختلف طوری فرد را همیاری می کنند که گویی هرگز وجود نداشتند. تمام این وقایع از تصمیمات فرد نشأت می گیرد. الطاف و موهبت ها به طور غیر منتظره سر راه او قرار می گیرند. با استعدادهای معمولی و پشتکار زیاد همه چیز دستیافتنی می شود. موانع کنار خواهند رفت. در این قسمت معجزه دیگری از قدرت تعهد وجود دارد. شما در ابتدا نمی دانید که چگونه به هدف خود دستیابید. اگر نقشه‌ای در سر دارید بهتر است کمی صبر کنید. اما لازم نیست برای هر قدمی که برمی دارید طرحی را از پیش تعیین کنید. در حقیقت زمانی که مشتاق هستید کاری را انجام دهید، شرایط مناسب به طور ناگهانی برای شما فراهم می شوند. شما افرادی را ملاقات می کنید که هرگز در صدد دیدارشان نبوده اید. درهای موفقیت به طور غیر منتظری برای شما باز خواهند شد. به نظر می رسد که شانس و خوشبختی به روی شما لبخند می زند. در حقیقت این رویدادهای مثبت را با تعهد و مسئولیت پذیری ایجاد خواهید کرد. بنابراین ذهن خود را برای جستجوی این رویدادها آماده کنید. در این قسمت مثالی از باز شدن غیر منتظره درهای موفقیت بیان می کنم. در سال 1989 نوشتن مقاله‌ای با موضوع انگیزشی را آغاز کرده بودم. در رابطه با قدرت نگرش مثبت و دیگر قواعد موفقیت مطالبی را آموخته بودم و تصمیم داشتم این مطالب آموزنده را برای کمک به دیگران به اشتراک بگذارم. اما نمی دانستم از کجا شروع کنم. آیا باید مقالات خود را در روزنامه می نوشتم یا اینکه آنها را به مجله‌ای واگذار می کردم و یا کتابی در این رابطه می نوشتم؟ اولین کاری که انجام دادم این بود که مقاله‌ای را در روزنامه محلی برای افراد تحت تعلیم و منابع انسانی به چاپ برسانم. مقاله‌ام در تابستان سال 1990 به چاپ رسید. چند ماه بعد تماسی از جانب استوارت دریافت کردم. او روزنامه‌نگار مستقلی بود که در نشریه خبری نیز کار می‌کرد. استوارت گفت که مقاله مرا در منظر یکی از دوستان نزدیک خود دیده است و خیلی تحت تأثیر قرار گرفته است. او صادقانه از من پرسید آیا تا به حال به نگارش بولتن خبری فکر کرده اید؟ هرگز خودم را در رابطه با نگارش بولتن خبری
فکر نکرده بودم. جلسه ملاقاتی را تعیین کردیم و استوارد توضیح داد که چگونه می توانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم و می توانیم برای توسعه مطالب خود و به اشتراک گذاردن آنها بولتن خبری ایجاد کنیم. حدود یک ماه بعد اولین نسخه نگرش همه چیز است به چاپ رسید و این کار موجب شد به مدت 9 سال دارای انگیزه بالایی باشیم و بتوانم با این اطلاعات زندگی صدها هزار نفر را تغییر دهم. این پیامدها چگونه اتفاق افتادند؟ من متعهد شده بودم این قواعد را با دیگران به اشتراک بگذارم. من نگرش مثبتی داشتم و نوشتن را آغاز کرده بودم. سپس استوارد فردی که با من نسبتی هم نداشت وارد زندگیم شد. او می دانست که چگونه رویاهای مرا به واقعیت تبدیل کند. آه، معجزه تعهد همین است. کاربرد واژه احتیاط. پیش از اینکه در رابطه با دستیابی آسان به اهداف خود هیجان زده شوید، به شما هشدار می دهم. حتی با وجود متعهد بودن، مسیری که در پیش رو دارید عاری از مشکلات نخواهد بود. زندگی شما را در حیطه آزمون قرار خواهد داد تا درصد جدیت شما را در رابطه با دستیابی به اهدافتان باز بیازماید. موانع ایجاد می شوند، شما مرتکب اشتباه خواهید شد و ناامید شده و عقب نشینی خواهید کرد. حتی ممکن است بعضی از موانع به قدری سخت باشند که موجب شوند دست از تلاش برداشته و تسلیم شوید. در این نقطه است که باید سخنان حکیمانه وینستون چرچیل را دنبال کنید. هرگز 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 تسلیم نشوید. توصیه می کنم نصیحت جیمز کریت را نیز به کار گیرید. شما در مبارزه با یک ران بیشتر قهرمان می شوید. هنگامی که کارها دشوار می شوند، شما باید یک ران بیشتر مبارزه کنید. اگر با متعهد شدن اهداف خود را تحقق بخشید، می توانید بر ضعف‌های خود نیز غلبه کنید و مطمئن باشید که پیروز خواهید شد. ارزش فرد متعهد بیشتر از افرادی است که فقط دارای علاقه هستند. مسئولیت پذیر داروی مسکن رمان نویسان است. سالها پیش مجله امریکن وی مصاحبه فوق‌العاده‌ای را با رمان نویس معروف دیوید بالداچی انجام داده بود. بالداچی نویسنده رمان‌های موفقی چون قدرت مطلق، کنترل مطلق و برنده است که میلیون‌ها نسخه از آنها به فروش رسیدند. اجازه دهید بگویم که موفقیت بالداچی یک شبه حاصل نشده بود. پیروزی‌ها و موفقیت‌های مالی او در نتیجه تعهد مطلقش نسبت به رشد استعدادهای خیش در جهت نویسندگی بوده است. بالداچی نیز مانند من کار خود را با وکالت آغاز کرد. او در سال 1983 در دانشکده حقوق مشغول به تحصیل شد و هرگز فکر نمی کرد روزی به عنوان بهترین رمان نویس شناخته شود. او واقعا از نویسندگی لذت می برد. بالداچی در شروع کار فکر می کرد مهارت‌های لازم را برای نویسندگی در اختیار ندارد. در نتیجه او متعهد شد تا راهکارهای نویسندگی را بیاموزد. به مدت 5 سال هیچ پروژه‌ای را به پایان نرساند. او هر روز روی شخصیت‌ها، طرح داستان و دیگر بخش‌های مربوط به نویسندگی کار می‌کرد. در آن زمان بالداچی مشغول وکالت بود. او دو فرزند داشت. چه موقع تصمیم گرفت نویسندگی را آغاز کند؟ بالداچی هر شب از ساعت 10 شب تا 2 صبح مشغول یادگیری نویسندگی بود. اکنون به واسطه مسئولیت پذیری به هر آنچه که تمایل داشته دست یافته است. با وجود اینکه نوشته های او مضحک بودند، اما او بر این عقیده بود که کاری بیهوده انجام نمی دهد. به هر حال من قصد ندارم پیشنهاد کنم برای دستیابی به اهدافتان تمام شب بیدار بمانید.
به عنوان مثال تغییر ساعات از 10 شب تا 2 صبح نه برای شما کاربرد خواهد داشت و نه برای من. والداچی بعد از 10 سال تمرین نویسندگی چند داستان کوتاه و فیلمنامه را تکمیل کرد. کتاب‌های او به فروش نرفت. با وجود تمام سعی و تلاش‌هایش با مخالفت‌های شدید ناشرین مواجه شد. در سال 1996 بالاخره تلاش‌های بالداچی به نتیجه رسیدند. او توانست به خاطر سبک ادبی و نیز بابت حقوق فیلم پرفروش و هیجان انگیز قدرت مطلق میلیون ها دلار دریافت کند. این هم داستان قدرت فردی که متحد شده بود. پاداش از آن کسانی است که برای پیشبرد پیروزی ناراحتی و درد را در خود فرو می‌برند. او از تسلیم شدن امتناع کرد. من به واسطه دوست خوبم جری گلدستون چیزهای زیادی در رابطه با معجزه تعهد آموختم. در سال 1986 کمپانی جری با نام امریکن رویال شروع به کار کرد. این کمپانی مجموعه های متنوعی را در معرض فروش قرار داد. جری 1 سال بعد تصمیم گرفت روی فروش هنر کارتون سازی تمرکز کند. او با کمک برادران وارنر، هانا وارنر و دیگران مجوز تأسیس استودیویی را فراهم ساخت. اما جری به این نتیجه رسیده بود که برای رشد و پیشرفت کسب و کار خود به فروش هنر دیزنی نیاز دارد. جری برای جلب توجه دفتر مرکزی دیزنی و دریافت مجوز فروش به مدت 3 سال با آنها نامه‌نگاری کرد و هر بار پاسخ منفی دریافت می‌کرد. اما این امر موجب نشد که جری تسلیم شود. او به تماس خود با مدیران دیزنی ادامه داد. سرانجام یکی از مدیران تصمیم گرفت که با او صحبت کند. او بعد از اینکه در مورد صداگذاری شخصیت‌های کارتونی از قبیل زیبای خفته، سفید برفی و سگ دالماسی صحبت کرد، به او گفت که صداپیشگی اینها را یک نفر اجرا کرده است. به جری گفت شما هرگز مجوز دیزنی را دریافت نخواهید کرد. دیگر زمان تسلیم شدن فرا رسیده بود. اینطور نیست، اما نه برای جری. با تمام مخالفت‌ها او با نگرش فوق‌العاده‌ای که داشت به راه خود ادامه داد. او به تماس خود با مدیران دیزنی ادامه داد. سرانجام یکی از مدیران با شخصیت دیزنی برای رهایی از دست جری به او گفت بسیار خوب، شما می توانید در 2 شهر مینوسوتا و ماساچوست مجوز دریافت گالری برای نمایش کارهای هنری دیزنی را داشته باشید. کسب کار جری در شهر نیویورک بود و او مایل نبود گالری خود را در جایی دورتر از محل کار خود راه اندازی کند. حدس می زنید جری چه کاری انجام داد؟ فردای همان روز جری به سمت بوستون حرکت کرد و برای عقد قرارداد به خیابان نیوبری در بوستون رفت. او با مدیر اجرایی دیزنی تماس گرفت و گزارش کار خود را در اختیارش قرار داد. هر دوی آنها به کاری که جری انجام داده بود خندیدند. سپس مدیر به جری گفت اگر اینقدر شجاعت داشتید که فردای همان روز برای عقد قرارداد به بوستون بروید، ما مجبور می شویم شما را در جریان برنامه های دیزنی قرار دهیم. در عرض چند هفته جری نمایندگی فروش محصولات دیزنی در بوستون را راه اندازی کرد. در عرض 1 سال او مجوز راه اندازی نمایندگی فروش محصولات دیزنی را در نیویورک دریافت کرد. همکنون مدت 10 سال است که جری با کمپانی دیزنی همکاری دارد. او توانست میلیون‌ها دلار از کارهای هنری دیزنی را به فروش برساند و این مبلغ در دنیا بیشترین فروش محصولات دیزنی را رقم زد. او متعهد بود و حفظ نگرش مثبت در رویارویی با موانع موجب شده بود جری
با وجود تمامی مشکلات مجوز فروش محصولات دیزنی را دریافت کند. اگر در این رابطه از جری سوال کنید به شما پاسخ خواهد داد نگرش همه چیز است. مهم نیست که چقدر طول می کشد. قصد دارم داستانی را در رابطه با بنجامین رول با شما به اشتراک بگذارم. بنجامین در ساحل کالیفرنیا زندگی می کرد. رول در سال 1990 و در سن 67 سالگی از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شد. رول قبل از اینکه بتواند آموزش وکالت را آغاز کند، مجبور بود در امتحان وکالت قبول شود. او در آزمون اول شکست خورد. تلاش او نیز برای بار دوم هم با شکست مواجه شد و برای بار سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و بار سیزدهم هم این کار را انجام داد. اجازه دهید یک حقیقت مهم را با شما در میان بگذارم. آزمون وکالت فقط دو بار در سال برگزار می شود. بنابراین زمانی که 13 تراش رول نیز با شکست مواجه شد 73 ساله شده بود. اکثر افراد در این موقعیت تسلیم می شود. اما بنجامین رول تسلیم نشد. او برای بار 14 در آزمون قبول شد. رول در سال 1997 و در سن 74 سالگی پذیرفته شد که آموزش وکالت را در ایالت کالیفرنیا آغاز کند. همکنون فردی وجود دارد که متعهد شده و مشتاق است کاری را که دوست دارد انجام دهد. رول اصرار داشت که قصد داشتم تا جایی که عمرم کفاف می‌دهد در این آزمون موفق شوم و این کار را هم انجام دادم. آیا این داستان در مورد اهمیت نگرش چیزی را برای شما آشکار نمی سازد؟ اکثر افراد در دهه 60 زندگی خود به شروع تحصیل در دانشکده حقوق حتی فکر هم نمی کنند. اما در اینجا فردی وجود دارد که نه تنها در دانشکده حقوق نام نویسی کرده بود، بلکه تمایل داشت بعد از فارغ التحصیلی در آزمون وکالت نیز شرکت کند. شگفت‌آور است داستان بنجامین رول مدرک ساده‌ای برای اثبات این جمله است. همه چیز به نگرش بستگی دارد. زمانی برای مسئولیت پذیری. اجازه دهید فرض کنیم شما هدفی در بر دارید. سؤالی که باید از خودتان بپرسید این است. آیا برای رسیدن به این هدف باید هر کاری را مشتاقانه انجام دهم؟ اگر پاسخ شما این گونه باشد، من تقریبا تمام تلاش خود را به کار می گیرم به غیر از زمانی که نتوانم آن کار را انجام دهم. بنابراین شما هنوز متعهد نشده اید و اگر متعهد نشده باشید، احتمال دارد از مسیر خود منحرف شده و به هدف دست نیابید. برای مثال تعداد زیادی از افراد کسب و کار خود را با این روش آغاز می کنند. مدت زمان 6 را برای تحقق اهداف خود در نظر می گیرم. اگر بعد از گذشت 6 نتیجه حاصل نشود ادامه نخواهم داد. در این نوع طرز فکر نگرش ذهنی برای دستیابی به موفقیت وجود ندارد. اگر طرز فکر رمان نویس معروف دیوید بالداچی این گونه بود و می گفت من مدت 1 را به نوشتن کتاب اختصاص خواهم داد و اگر نتیجه حاصل نشود ادامه نخواهم داد، اکنون در چه موقعیتی قرار داشت؟ او تمام فرصت‌های رویایی خود را از دست می‌داد و دیگر استقلال مالی و دیگر رویاهای زندگیش تحقق پیدا نمی کردند. من بر این عقیده نیستم که بدون طرح و نقشه به کار خود ادامه دهید و در انتظار بهترین ها باشید، بلکه شما باید برای دستیابی هرچه زودتر به موفقیت برنامه زمانی، سررسیدها و بودجه خود را تنظیم کنید. اما حقیقت این است
با وجود دقیق ترین طرح‌ها نیز نمی توانید از زمان دستیابی به هدف خودآگاهی پیدا کرده و زمان وقوع را پیش بینی کنید. وقوع هر مشکلی بذری از منافع کاربردی را با خود به همراه دارد. درس 5. مشکلات خود را به فرصت تبدیل کنید. هنگامی که در زندگی خود با مشکل و موانع مواجه می شوید، اولین عکس‌العمل‌تان چیست؟ اگر عکس‌العمل‌تان همانند اکثر افراد باشد، اولین کاری که انجام می دهید شکایت کردن است. چرا این اتفاق برای من افتاده؟ اکنون باید چه کار کنم؟ همه نقشه هایم خراب شدند. این پاسخ ها طبیعی هستند. زمانی که کمی آرام شوید، می توانید تصمیم بگیرید. می توانید یا به رنج و ناراحتی خود ادامه داده و نسبت به شرایط در نگرش منفی خود باقی بمانید و یا اینکه از مشکلات پیش آمده تجربه کسب کنید. بله، ممکن است در مرحله از کار دچار شک و تردید شوید، اما همیشه راهی برای غلبه بر مشکلات وجود دارد. اگر دقت کنید، وقوع مشکل به اندازه‌ای که تصور می کنید سخت نیست. این موضوع می تواند فرصتی را برای شما ایجاد کند. برای مثال، وقوع مشکل می تواند شرایطی را برای شما فراهم کند تا بتوانید اوضاع زندگی خود را بهبود بخشید. بدون ایجاد مشکل هرگز نمی توانید به چنین واکنش مثبتی دست یابید. به عنوان مثال، شما حتما با فردی برخورد داشته اید که شغل خود را از دست داده است و دوباره کسب و کار موفقی را آغاز نموده. همان فرد به شما خواهد گفت که اگر شغل خود را از دست نمی داد، نمی توانست کسب و کار جدید خود را آغاز کند. عمر روزهای سخت کوتاه است و به دنبال وقوع هر مشکلی فرصتهای طلایی وجود دارد. هنگامی که قاطعانه فکر می کردید شغلی که به دنبال آن هستید حرفه ایدئال شما هست، مسابقه شغلی بسیار خوبی داشتید و نمی توانستید چنین پیشنهادی را نادیده بگیرید، اما پیشنهادی در کار نبود و فرد دیگری جایگزین شما گردید، این امر موجب نابودی شما شد. بعد از گذشت روزها یا ماهها با حرفه جدیدی مواجه می شوید و می فهمید که موقعیت شغلی جدید خیلی از موقعیت کاری قبلی لذت بخشتر است. در حقیقت پذیرفته نشدن در شغل پیشین یک نوع موهبت بوده است. مثال بعدی معامله یک خانه رویایی است که بی نتیجه می ماند. اما این امر نیز می تواند با جایگزین شدن خانه بهتر همراه شود. یافتن مزیت. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای را با این عنوان به چاپ رسانیده است. آیا غده مغزی معنی دارد؟ این مقاله توسط خانم 40 ساله‌ای به نام شارون نوشته شده بود که غده ای را در پشت چشم چپ خود داشت. این غده طی عمل جراحی 6 ساعته از چشمش خارج شد. خوشبختانه غده خوشقیم بود. آیا می توانید تصور کنید فردی در بدترین شرایط با بهترین موقعیت مواجه شود؟ طبق گفته شارون، موقعیت های مثبت زیادی برایش به وجود آمد. شارون به واسطه کمک و حمایت جامعه و خانواده توانست از بحران ها عبور کند. دوستان و آشنایان برای همسر و فرزندان او غذا آماده می کردند. دوستان شارون خانهش را تمیز می کردند. تجربه ای که شارون از این حادثه به دست آورد این بود که انسان‌ها در زمان احتیاج با مهربانی و الفت به کمک یکدیگر می‌شتابند. شارون بعد از این جریان اظهار داشت که نگرش مثبت بیشتری را در خود ایجاد کرده است و روزهایی را که در بیمارستان سپری می‌کرد با تحقق اهداف او همراه بود. او همچنین توانست روابط نزدیکتری را با برادر و خواهرش ایجاد کند. طبق گفته های شارون، ناراحتی های شخصی به او نشان دادند که زندگی تا چه اندازه می تواند زیبا باشد.
او به شناخت تازه‌ای دست یافته بود. او توانست به این مهم برسد که با غلبه بر مشکلات و گذراندن تجربه تلخ زندگی شیرین و لذت بخش می شود. بدون تلاش گنجی حاصل نمی شود. غلبه بر تراژدی و رسیدن به پیروزی. مشکلات همواره در مسیر موفقیت وجود دارند. اجازه دهید داستان کارآفرین دیو برونو را برایتان تعریف کنم. در سال 1980 جیمز برونو مدیر فروش شرکت تجهیزات پزشکی بود. او به همراه همسر و سه فرزند کوچکترش در حومه شهر میلواکی زندگی می کردند. همه چیز به نظر خوب بود. اما برونو در سال 1984 شغل خود را از دست داد. بیکاری او چند ماه ادامه پیدا کرد. یک شب در حالی که داشت به سمت خانه حرکت می کرد، اتومبیل او از جاده منحرف شد و با موانع برخورد کرد. او به شدت مجروح شده بود. جراحت او شامل صدمه دیدن قفسه سینه، شکستگی استخوان دنده، کبودی، پارگی تحال و جراحت کلیوی بود. دکترها امیدی به زنده ماندن او نداشتند. خود برونو فکر نمی کرد زنده بماند. اما با وجود امیدواری ناچیزی که داشت، توانست بعد از 3 روز به طور معجزه آسایی نجات پیدا کند. برونو احساس می کرد شانس دوباره‌ای پیدا کرده است. زمانی که دوره بهبودی را در بیمارستان سپری می کرد، او به کارهایی که قرار بود در زندگیش انجام دهد فکر می کرد. برونو پیش از این حادثه گفته های انگیزشی بسیاری را جمع آوری کرده بود. او از دوران جوانی نقل قول های شگفت انگیزی آموخته بود. او همانند مادر خود عادت داشت این مطالب مهم را روی در یخچال نگهداری کند. این مطالب روح و روان او را تقویت می کردند و اقدامات لازم برای دستیابی به اهدافش را فراهم می کردند. ناگهان روزی جرقه‌ای در ذهن او ایجاد شد تا کاری انجام دهد. او تصمیم گرفت کسب کاری را راه اندازی کند و این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارد. در نتیجه آنها نیز می توانستند تشویق شوند، اما او نمی دانست چگونه این کار را انجام دهد. زمانی که از بیمارستان مرخص شد، با خبرهای غم‌انگیزی مواجه گشت. به دلیل صورتحساب‌های نجومی بیمارستان و عدم توانایی برای کار کردن، برونو اعلام ورشکستگی نمود. او و خانواده‌اش خانه خود را ترک کردند و به آپارتمان کوچکی نقل مکان کردند. اما برونو هنوز تسلیم نشده بود. او با نگرش مثبت و عزم راسخی که داشت توانست دوباره از جای خود بلند شود. چند سال بعد او مشغول به کاری شده بود که می توانست در رابطه با بازاریابی و چاپ کتاب چیزهایی بیاموزد و بتواند مطالب خود را با دیگران به اشتراک گذارد. چیزی که به شما آسیب برساند باعث راهنمایی شما می شود. روزی فکری به ذهن برونو خطور کرد. او مطالب آموزنده خود را روی لبه کارت اعتباری چاپ کرد. اصل همان روز تلویزیون آگهی را در مورد کارت اعتباری شرکت کارت طلایی پخش می کرد. برونو با دیدن این آگاهی دریافت که بهتر است مطالب را روی کارت‌های طلایی فلزی چاپ کند تا افراد بتوانند هر کجا که خواستند از آنها استفاده کنند. بنابراین او مطالبی را با موضوعات مختلف از قبیل نگرش، رهبری، استقامت و شجاعت را روی این کارت‌ها چاپ کرد و آنها را کارت‌های طلایی موفقیت نامگذاری کرد. 5 سال بعد دیوک برونو اولین کارت طلایی موفقیت خود را به فروش رسانید. لازم است که بگویم او اکنون بالغ بر 2 میلیون کارت فروخته است.
دیو برونو از حادثه غمناک پیروزی غیرقابل باوری را به وجود آورد. در ناامیدی های موجود در کسب و کار موهبتی نهفته است. نمی خواهم فکر کنید که این قواعد فقط مختص به موضوعات ناراحت کننده هستند. برای اینکه چیزی بالاتر از حقیقت وجود ندارد، قصد دارم نمونه ای از کسب و کار را با شما به اشتراک بگذارم که موجب شد باور من نسبت به این موضوع عمیق‌تر شود. در ماه مارس 1991 و بعد از انجام تحقیقات جامع شرکتی را انتخاب کردم تا عبارت نگرش همه چیز است را روی پیراهن چاپ کند. موضوع اصلی در اوایل ماه ژوئن اتفاق افتاد. شرکت به جای اینکه سفارش ها را طی 2 هفته انجام دهد، انجام آنها را بیش از 5 هفته به تعویق انداخت. این امر غیر قابل قبول بود و تصمیم گرفتم به دنبال شرکت دیگری باشم. اما پیش از این در مورد قیمت کارها و زمان تحویل آنها با مدیر چاپخانه به توافق رسیده بودم. آیا مشکل اصلی این بود؟ اگر نمی توانستم برای تحویل محصولاتی با کیفیت مناسب و قیمت مشابه شرکتی پیدا کنم چه اتفاقی می افتاد؟ خب علی‌رغم ناراحتی و بدشانسی که به وجود آمده بود، تصمیم گرفتم به دنبال مدیر چاپخانه دیگری باشم. طی 1 هفته مدیر چاپخانه را پیدا کردم که به دنبالش بودم. اکنون به جای اینکه سفارشات طی 2 یا 5 هفته انجام شوند، طی 2 یا 4 روز به اتمام می رسیدند. با گذشت 8 سال هنوز هم با این فروشنده کار می کنم. از دست دادن اولین مدیر چاپ بهترین چیزی بود که می توانست برایم اتفاق بیفتد. البته در آن زمان از این موضوع اطلاعی نداشتم، اما به این باور رسیده بودم که می توانم از این موقعیت ناراحت کننده بهره لازم را کسب کنم و این کار را انجام دادم. این چنین تجربیاتی به من آموختند که با بسته شدن یک در درهای بهتری به رویم باز خواهند شد. مشکلات موجب می شوند توانایی های پنهان ما آشکار شوند. تغییرات شغلی از شکست ها ایجاد می شوند. تغییر شغل من نمونه دیگری از کسب منفعت است که از طریق مشکلات و سختی ها حاصل شد. تا زمانی که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل نشده بودم و آن سالهای ناراحت کننده را سپری نکرده بودم، هرگز به مطالبی که به رشد فردی مربوط می شدند علاقه ای نداشتم. زمانی به این قواعد پی بردم که در زندگی به پایین ترین حد از ناامیدی رسیده بودم. اکنون می فهمم تمامی مشکلاتی که تحمل کردم موهبتی را با خود به همراه داشتند. می توانم به وضوح دریابم که وقایع زندگی چگونه مرا برای مقابله با اتفاقات آماده کردند. من باید دوره‌های سخت و ناراحت کننده را سپری می کردم تا بتوانم قدرت نگرش مثبت را دریابم. بنابراین زمانی که فردی به من می گوید که ناامید شده است و دارای نگرش منفی است، احساس او را کاملا درک می کنم. من نیز همین احساس را داشتم. مشکلات به من آموخت که بعضی از چیزها بی ارزشند. می توانم با افرادی رابطه برقرار کنم که نوشته های مرا می خوانند و به اجراهای من گوش می دهند. و واقعیت این است، اگر نفرت من از حرفه وکالت از حد نمی گذشت، نمی توانستم شغل خود را تغییر دهم. اگر رتبه شغلی من سی یا بی بود، یادگیری وکالت را ادامه می دادم. هدف من این بود که زندگیم در رتبه سی باشد، ولی چیزی که من را تشویق کرد تا تغییر شغل دهم این بود که رتبه من در زندگی دی بود. هنگامی که فردی درباره علت تغییر شغلم سوال می کرد،
بدون درنگ به او پاسخ می دادم. وجود درد و ناراحتی باعث شد تغییر شغل دهم. ناراحتی های فیزیکی، عاطفی و روحی. این درد و ناراحتی به قدری شدید بودند که باعث شدند مسیر خود را تغییر دهم. رتبه زندگی من اکنون در رده آ است و همه چیز به خوبی پیش می رود. حال اجازه دهید به زندگی شما نگاهی بیاندازیم. آیا می توانید تصور کنید که موقعیتی با تجربیات منفی به موقعیت مثبت تبدیل شود؟ شاید از کار خود اخراج شده باشید و موقعیت بهتری را پیدا کرده باشید، یا شاید از لحاظ جسمی دچار مشکل شده و این هم موجب شده است در رژیم غذایی خود تغییراتی ایجاد کنید و تمرینات ورزشی را به طور منظم آغاز کرده باشید. مشکلات و موانعی را که با آنها مواجه شده اید با دقت بررسی کنید. بهره‌مندی و سرمشق‌های لازم را از مشکلات به دست آورید. ویژگی‌های مثبت در مشکلات یافت می‌شوند، البته اگر به دنبال آنها باشید. مشکلات چگونه به ما کمک می‌کنند؟ 1. گرفتاری‌ها موجب می‌شوند نگاه عمیقی به دنیای اطرافمان داشته باشیم. زمانی که بعد از سپری کردن بیماری هولاک بهبود می‌یابید، دیگر پنچر شدن لاستیک ماشین یا چکه کردن سقف خانه مشکل بزرگی برای شما به نظر نمی‌رسد. شما می‌توانید ناراحتی‌های جزئی زندگی روزمره خود را برطرف کنید و روی مسائل مهم زندگی خود متمرکز شوید. 2. گرفتاری و مشکلات به ما می آموزند که شکرگزار باشیم. مشکلات و سختی ها به ویژه آن دسته ای که منجر به فقر و محرومیت می شوند، موجب می شوند در دیگر جنبه های زندگیتان بیشتر خدا را شاکر باشید. این یک امر عادی است، اما حقیقت دارد. تا زمانی که چیزی را از دست ندهید، ارزش آن را متوجه نمی شوید. زمانی که آب داغ در اختیار نداشته باشید، ارزش آن را در می یابید. انسان عاقل و دانا حتی بعد از گذراندن دوران فقر و محرومیت به سپاس و شکرگزاری خود ادامه می دهد. به خاطر داشته باشید که ما همیشه حول محور افکارمان در حرکت هستیم. بنابراین روی چیزهایی متمرکز شوید که پیامدهای خوبی برای زندگیتان به همراه داشته باشند. 3. مشکلات موجب می شوند توانایی های نهفته من شکوفا شوند. بعد از سپری کردن مشکلات و غلبه بر آنها، شما از لحاظ عاطفی قوی تر می شوید. زندگی شما را مورد امتحان قرار داده است و شما در آن پیروز شده اید. در نتیجه زمانی که با مشکل دیگری مواجه می شوید، بهتر از قبل با آن مقابله می کنید. مشکلات و چالش ها توانایی های ما را شکوفا می کنند. ما استعداد و توانایی های را در خود کشف می کنیم که از وجود آنها بی اطلاع بودیم. اگر زندگی ما را در مسیرهای ناهموار قرار نمیداد، هرگز به استعدادهای نهفته خود پی نمی بردیم. مشکلات موجب می شوند توانایی و استعدادهای مربوط به خودتان شکوفا شوند و شما را وادار می کنند تا این توانایی ها را گسترش دهید. 4. مشکلات ما را تشویق می کنند تا تغییر کرده و کاری انجام دهیم. اکثر مردم به افراد بزرگتر وابسته هستند. اگر به روش زندگی آنها نگاهی بیاندازیم، متوجه می شویم که چقدر خسته کننده و رنج‌آور زندگی می کنند. تشویق آنها برای انجام کار اغلب با یک سری موانع و مشکلات همراه است.
مشکلات اغلب راهنمای مسیر زندگی شما هستند. آنها به شما گوشزد می کنند که در مسیری اشتباه قرار گرفته اید و باید تغییر جهت دهید. 5. مشکلات درسهای با ارزشی را به ما می آموزند. مثالی را در رابطه با کسب و کار شکست خورده در نظر بگیرید. سرمایه گذار ممکن است چیزهایی را بیاموزد که موجب شوند در کار مخاطره آمیز بعدی به طرز شگفت‌آوری موفق شوند. 6. مشکلات فرصت‌های جدیدی را برای شما فراهم می‌کنند. رابطه‌ای به پایان می‌رسد و سعی می‌کنید رابطه بعدیتان بهتر باشد. شغل خود را از دست می‌دهید و شغل بهتری پیدا می‌کنید. در نمونه‌های بالا مشکل به هیچ عنوان مشکل نیست، اما فرصت‌ها تا حدی نهفته و پنهان هستند. در زندگی فرصتی را از دست داده‌اید، اما فرصت بهتری در انتظارتان است. 7. مشکلات موجب بروز اطمینان و اعتماد به نفس می‌شوند. زمانی که عزم خود را جزم کنید و تصمیم بگیرید بر مشکلات و موانع غلبه کنید، احساس می‌کنید که توانایی دارید و اعتماد به نفس لازم را به دست می‌آورید. شما به ارزش‌های خود پی می‌برید و می‌توانید دیدگاه مثبت را در فعالیت‌های بعدی خود به کار گیرید. مثبت‌اندیش باشید. می‌دانم که در زندگی مشکلات و گرفتاری‌های زیادی خواهید داشت. توصیه نمی‌کنم به هنگام مواجه شدن با مشکلات عواطف خود را نادیده بگیرید و از روبرو شدن با واقعیت اجتناب کنید. منظور من این است به هنگام مواجه شدن با مشکلات آن را به عنوان یک حادثه ناراحت کننده به شمار نیاورید و احساس بدشانسی نکنید. گاهی اوقات نمی توانید منافعی که در پس مشکلات هستند را به راحتی تشخیص دهید، اما آنها وجود دارند. شما همیشه حق انتخاب دارید. شما می توانید به مشکلات نگاه منفی داشته باشید و به خاطر آنها احساس بدبختی و ناراحتی کنید. اجازه دهید به شما بگویم که این روش تنها باعث بدتر شدن شرایط خواهد شد. شما تجربه های منفی زندگی خود را به عنوان یک فرصت قلمداد می کنید. همانند چیزی که می توانید با آن رشد کنید. چه باور داشته باشید چه نداشته باشید، مشکلات وجود دارند، اما نه برای نابودی شما. در نتیجه بار دیگری که با مشکلات و موانع مواجه شدید، ناامید و دلسرد نشوید. اجازه ندهید مشکلات پنجره نگرش شما را غبارآلود کنند. این پنجره غبار گرفته را برای همیشه پاک کنید. بعد از انجام این کار متوجه می شوید که می توانید به شرایط به گونه دیگر نگاه کنید. فقط سخنان ناپلئون هیل را به یاد داشته باشید: وقوع هر مشکلی بذری از منافع کاربردی را با خود به همراه دارد. دائما از خود سوال کنید که از تجربیات خود چه چیزهایی آموختید و روی آنها تمرکز کنید و به عنوان یک انسان رشد کنید. در دوران بحران سعی کنید نگرش مثبت خود را حفظ کنید و روشن فکر باشید. تبلیغات انگیزشی و موسیقی. با تغییر نگرش ما می توانیم در تمام جوانب زندگی خود تفاوت را مشاهده کنیم. در همین نقطه است که محصولات انگیزشی کارآمدمان به وجود می آیند. محصولات مختلفی با مضمون نگرش همه چیزش به شما و دیگران یادآوری خواهند نمود که نگرشی مثبت داشته باشید. در این قسمت روش‌های کارآمدی برای بکارگیری محصولات
انگیزشی آورده شده است. محصولات انگیزشی را در جلسات، قراردادها و سفرها به اعضای سازمان خود بدهید. برای اعضایی که مهارت خاص دارند پاداش در نظر بگیرید تا با انگیزه به اهداف خود دست یابند. برای ارزش نهادن به مشتریان و قدردانی از آنها برایشان هدیه در نظر بگیرید و به دوستان و آشنایان و اعضای کسب و کار خود هدیه بدهید. نگرش مثبت خود را در خانه، محل کار و هنگام ورزش تقویت کنید. به افراد جوانتر بیاموزید که افکار مثبت را در ذهن خود پرورش دهند. هر چیزی را آنقدر برای خود تکرار کنید تا جزئی از وجودتان شود. بخش دو، مراقب کلام خود باشید. کلماتی که به زبان می آورید سرنوشت شما را تعیین می کنند. درس شش، کلام شما گشاینده راه شماست. آخرین باری که واقعاً درباره سخنانی که روزانه به کار می برید تأمل کرده اید کی بوده است؟ آیا در انتخاب کلمات خود دقت لازم را به کار می برید؟ ممکن است فکر کنید که چرا برای سخنان خود اهمیت قائل می شوید؟ چه اهمیتی دارد؟ پاسخ به این سوالات بسیار ساده است. کلام شما قدرت خارق‌العاده‌ای دارد. آنها قادرند آینده روشن را برای شما بسازند و یا موجب از بین رفتن فرصت‌هایتان شوند. کلمات موجب تقویت باورهای شما و باورهایتان موجب تحقق واقعیت می شوند. اینها همانند سنگ‌های دومینو در یک ردیف قرار دارند. بدین صورت افکار، کلام، باورها، اعمال، نتایج. در این قسمت به کاربرد هر یک از عبارات اشاره می کنیم. طرز تفکر تام بدین صورت است: در زمینه فروش مهارت لازم را ندارم. اجازه دهید یادآور شوم این اولین باری نیست که این گونه فکر می کند. طرز فکر او همیشه همین طور است. شاید صدها یا هزاران بار در زندگیش این گونه فکر کرده است. تام سپس کلماتی را به کار می برد که از افکار او پشتیبانی می کردن. او به دوستان و همکاران خود می گفت: من هرگز فروشنده خوبی نخواهم شد. یا من از فروش تلفنی یا روبرو شدن به مشتری متنفرم. تام بارها و بارها این جملات را تکرار می کرد. او در تنهایی و هنگام مباحثه با دیگران این عبارت را به کار می برد. اما وقتی باورهای خودش را قوی تر کرد می تواند راه خود را بیابد. هر چیزی که در زندگی به دست خواهید آورد در نتیجه باورهایتان است. در نتیجه در مثالی که عرض کردم او در حال پرورش باوری بود که قرار نیست فروشنده موفق شود و درآمد زیادی به دست آورد. این فرایند در زمین ناخودآگاه او جای گرفته بود. چه چیزی در باورهای تام جریان دارد؟ به دلیل اینکه تام توانایی خود را باور ندارد، واکنش چندانی از خود نشان نمی‌دهد یا عملی را انجام می‌دهد که چندان کارآمد نیست. او برای کسب موفقیت در فروش کارهای لازم را انجام نمی دهد. در نتیجه همانطور که انتظار می رود به نتایج ضعیفی هم دست می یابد. اگر بخواهیم جامع تر به موضوع نگاه کنیم باید گفت در این صورت افکار منفی بیشتری در ذهن شما شکل می گیرند. سخنان منفی بیشتر تکرار می شوند. باورهای منفی تقویت می شوند و حتی نتایج نیز منفی تر می شوند. این چرخه‌ای مخرب است. البته تمام این فرایندها می توانند پایان خوبی داشته باشند در صورتی که تام
مثبت‌اندیش شود و این افکار مثبت را با سخنان مثبت تقویت کند. در نتیجه باورهای او برای داشتن فروش موفق محکمتر خواهد شد و در نهایت تام با عملی کردن افکار خود می تواند به نتایج دلخواهش دست یابد. کلمات قدرتمندترین داروی هستند که توسط بشریت به کار می روند. منظور من این است که نقش کلمات را در این فرایند دست کم نگیرید. افرادی که از یک سری کلمات منفی استفاده می کنند خودشان انتخاب کردند که نگرش منفی داشته باشند. این موضوع همان رابطه علت و معلول است. شما نمی توانید به سخنان منفی خود ادامه دهید و انتظار داشته باشید به درجات بالایی از موفقیت دست یابید. به همین دلیل است که سخنان منفی منجر به تقویت باورها و نتایج منفی می شوند. چرا از من نمی خواهید کارهای تعمیراتی خانه تان را انجام دهم؟ زمانی که کارهای تعمیراتی در خانه پیش می آید من غیب می شوم. از من می خواهید شیر آب را عوض کنم یا مخزن توالت را تأمین کنم؟ ولی من نمی توانم این کارها را انجام دهم. به جای این کارها می توانم به قله اورست صعود کنم. من از کارهایی مثل نجاری یا سیم‌کشی چیزی سر در نمی آورم. می خواهید بدانید نقطه ضعف من چیست؟ نقطه ضعفم دفترچه های راهنمایی است که روش کار و سرهمبندی ابزار را توضیح دادند. منظورم همان دفترچه های سیاه و سفیدی هستند که با علامت هایی مانند آده یا از این قبیل نشانه ها طرز کار وسیله را نشان می دهند. دفترچه های راهنما همان تأثیری را روی من می گذارند که کیروب بوناپوت روی سوپرمن گذاشت. اگر برنامه های قدیمی سوپرمن را به یاد داشته باشید، در آنجا مرد تبهکار گلوله‌ای را به سمت سوپرمن شلیک کرد که موجب جراحت او نشد، اما ماده‌ای در آن وجود داشت که سوپرمن نمی‌توانست در برابر آن از خود محافظت کند. آن ماده کریپتونایت بود. زمانی که افراد تبهکار قسمتی از کریپتونایت را برمی داشتند، سوپرمن بی جان می شد و قدرت خود را از دست می داد. زمانی که دفترچه های راهنمایی را می بینم، زانوهایم سست می شوند و قدرت خود را از دست می دهم. به این نتیجه می رسم که نگاه کردن به آن نیز بیفایده است. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانم آن را درک کنم. بنابراین دفترچه راهنما را رها کرده و از دولورس می‌خواهم مرا راهنمایی کند. این کار برای دولورس مثل آب خوردن است. انجام این کارها چگونه به ذهن او خطور کرده است؟ من ادعا ندارم که باهوش‌ترین فرد روی زمین هستم، اما می‌دانم که نسبتاً باهوش هستم. آیا زمانی که ژن‌های مهارت تعمیرات خانگی به دیگران اعطا می‌شد من غایب بودم؟ البته که اینطور نیست. پاسخ این سوال بسیار واضح است. مدت 40 سال بود که دائما با خود می‌گفتم در انجام کارهای فنی مهارت ندارم و نمی‌توانم چیزی را تأمین کنم. بعد از گذشت 40 سال به این باور رسیدم که نمی‌توانم این کارها را انجام دهم. آیا متوجه هستید که با کاربرد سخنان منفی چگونه چنین وضعیتی را برای خودم ایجاد کردم؟ حقیقت این است که اگر به توانایی‌های خود در تعمیر لوازم اعتماد می‌کردم و کلمات مثبت را به کار می‌بردم، می‌توانستم نگرش خود را تغییر دهم. کلمات بیانگر شرایط روحی، شخصیت و خصلت گوینده هستند. سخن دانشمندان ارزشمند است. سالها پیش مقاله ای را در رابطه با دانشمندی به نام کولرز مطالعه می کردم. او سرپرستی پروژه تحقیقاتی سازمان ناسا را در رابطه با هوش فرازمینی بر عهده داشت.
کولرس که دکترای فیزیک دارد نرم افزاری را به وجود آورده بود که با سیگنال های رادیویی شکل دیگری از حیات را در جهان هستی جستجو می کرد. این جریان مانند فیلم کوچ ستارگان است. اینطور نیست؟ اما اشتباه نکنید. این موضوع یک تحقیق کاملا علمی است. کولرز با مشکلات جسمی که داشت دائما در چالش بود. اجازه دهید داستان او را برایتان تعریف کنم. او مشکل خود را بی اهمیت و کمی نامطلوب می پندارد. مشکل جسمی کولرز چیست؟ آیا مشکل او آلتروز است یا اینکه میگرن دارد؟ کولرز نابیناست. درست است، او فردی نابیناست. آیا عجیب نیست که فردی نابینا را به عنوان مشکل جزئی قلمداد کند؟ کولرز با استفاده از این کلمات میتواند در خودش قدرت ایجاد کند که بتواند به تمام اهدافش دست یابد. اجازه نمی دهد محدودیت ها بر او غالب شوند. در نتیجه او قادر است نسبت به افراد بینا اهداف خود را با سرعت بیشتری پیش برد و به تحقق برساند. در حال حاضر موانع موجود در زندگی شما چه چیزهایی هستند؟ تصور کنید اگر موانع موجود را جزئی و بی اهمیت قلمداد کنید قدرتتان آزاد خواهد شد. آیا این سخن را به زبان بیاورم یا از گفتن آن اجتناب کنم؟ هنگامی که برای پیشبرد اهدافتان درباره اهمیت کاربرد گفتار مثبت صحبت می کنم، ممکن است بعضی از شما متعجب شوید. جف، آیا باید این کلمات مثبت را در رابطه با خودم به کار ببرم یا اینکه برای دیگر افراد به کار گیرم؟ ممکن است از اینکه بخواهید در مورد اهدافتان با دیگران صحبت کنید بیم داشته باشید. آنها فکر می کنند که شما فردی از خود راضی هستید و حتی ممکن است شما را مورد تمسخر قرار دهند. اجازه دهید درباره این موضوع کمی راهنماییتان کنم. چیزی به نام قوانین سفت و سخت وجود ندارد و شما باید مناسب ترین شیوه را برای خود برگزینید. برای شروع بهتر است تا جایی که امکان دارد از کلمات مثبت استفاده کنید. زمانی که در خلوت و تنهایی با خودتان صحبت می کنید دیگر نگران این موضوع نیستید که دیگران سخنان شما را بشنوند. نکته اصلی در این قسمت این است که می توانید کلام مثبت خود را بارها و بارها بشنوید و این عمل در ضمیر ناخودآگاه شما جای گیرد. هنگامی که اهداف خود را با دیگران در میان می گذارید موضوع دشوارتر می شود. چیزی که در این میان آموختم این است درباره اهداف خود با افراد منفیگرا صحبت نکنید. کاری که آنها انجام می دهند این است که یا با شما بحث کنند و یا اینکه دلیل عدم موفقیتتان را هدف قرار دهند. چه کسی به این چیزها نیاز دارد؟ افراد منفیگر و کسانی هستند که در زندگی خودشان کاری انجام نمی دهند. آنها آرزو و هدفی ندارند و نمی خواهند افراد دیگر هم موفق شوند. اما مواردی وجود دارد که می توانید با درمیان گذاشتن اهداف خود با دیگران منفعت کسب کنید. ابتدا اطمینان حاصل کنید که شخص مقابل شما فردی مثبت‌اندیش باشد و از تلاش‌های شما حمایت کند. فرد مورد نظر باید شخصی باشد که از موفقیت شما شادمان شود و برای کمک به شما از هیچ کاری دریغ نکند. ممکن است این فرد یکی از دوستان، همکاران و فرد مشخصی از اعضای خانواده تان باشد. همچنین لازم است تا اهداف خود را با افرادی به اشتراک بگذارید که برای دستیابی به همان نتایج با شما مشغول به کار هستند. برای مثال اگر مدیر فروش قصد داشته باشد که در سال بعد
قیمت فروش را 20% افزایش دهد، او باید دیگر کارمندان را نیز از تصمیم خود مطلع سازد. بنابراین همه افراد می توانند با یکدیگر همکاری کرده و به هدف مربوطه دست یابند. با وجود اینکه شما را تشویق می کنم که با استفاده از کلمات مثبت به سوی هدف خود بروید، این را هم پیشنهاد می کنم در مسیری که در پیش گرفته اید، موانع و واکنش های منفی دیگران را فراموش نکنید. قبل از اینکه هدفی را آغاز کنید، باید خود را برای مواجهه با مشکلات احتمالی آماده کنید. شخصا ترجیح می دهم تا موضوع را با فردی در میان بگذارم که مثبت اندیش باشد، فردی که برای حل مشکلات احتمالی راه حل های سازنده ای دارد. بنابراین با افرادی مباحثه می کنم که با ارائه نظرات هوشمندانه مشکل را برطرف می کنند. اگر قصد دارید کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید، برای مثال نباید در این رابطه با دایی خود مشورت کنید، به خصوص اگر دایی شما فردی منفیگرا باشد و در تمام زندگی خود برای فرد دیگری مشغول به کار بوده است. او در رابطه با راه اندازی کسب و کار چه اطلاعاتی دارد؟ او فهرستی از دلایل را در اختیارتان قرار می دهد و شما را از این کار منع می کند. بعد از گفتگوی کوتاه با او، شک و تردید به سراغتان خواهد آمد. شما به چنین کمک‌هایی نیاز ندارید. افرادی که دائما در مورد کمبود درآمد خود صحبت می کنند، قادر نیستند درآمد زیادی داشته باشند. رابطه بیان کلمات و حس مسئولیت پذیری در رابطه با این موضوع که چرا باید اهداف خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، دلیل دیگری نیز وجود دارد. این موضوع مسئولیت پذیری است. به عبارت دیگر ممکن است با خود بگویید اگر در مورد قصد و هدف خود با دیگران صحبت کنم، در نتیجه مجبور می شوم آن را عملی کرده و انجام دهم. فکر می کنید با انجام این کار تمام پلهای پشت سر خود را خراب کرده اید. اجازه دهید به شما بگویم، زمانی که بحث روابط شخصی و تجاری به میان می آید، اعتقادی به عبارت خراب کردن پلهای پشت سر ندارم. اما گاهی اوقات تنها راه پیشرفت در زندگی و دستیابی به اهداف این است که در خلوت و تنهایی به سر ببرید. این روش می تواند یک استراتژی کاربردی باشد. ممکن است به یکی از دوستان خود بگویید که قرار است برای ورزش هفته ای 3 بار به باشگاه بروید. آخر همان هفته دوستتان خواهد پرسید آیا رفتن به باشگاه را ادامه می دهید یا نه. اجازه دهید مثال جالبتری برایتان تعریف کنم. داستان به یکی از سخنوران انگیزشی معروف زیگ زیگلار مربوط می شود. زیگلار تصمیم داشت رژیم بگیرد، وزن خود را از 92 کیلوگرم به 75 کیلوگرم کاهش دهد. در همان زمان نیز مشغول نگارش کتاب خود به نام تو را در اوج خواهم دید بود. در این کتاب زیگلار به تصمیم خود در رابطه با کاهش وزن اشاره کرده بود. این موضوع 10 ماه قبل از به چاپ رسیدن کتاب اتفاق افتاده بود. طبق صحبت‌هایی که با ناشر داشت، تصمیم گرفته بود 2500 نسخه از این کتاب را چاپ کند. اکنون به زمانی باز می‌گردیم که این تصمیم را گرفت. وزن زیگلار 92 کیلوگرم بود. او اعتبارش را با چاپ 2500 جلد کتاب به خطر انداخته بود. با جملاتی که در رابطه با تصمیم خود به کاهش وزن و رسیدن به وزن 75 کیلوگرم نوشته بود، می دانست که مجبور است قبل از به چاپ رسیدن کتاب
17 کیلوگرم کم کند و او این کار را انجام داد. این استراتژی را به صورت گزینشی انجام دهید و آن را معطوف به اهدافی کنید که برایتان با اهمیت هستند و متعهد شده اید تا آنها را به سرانجام برسانید. آیا انجام این کار ریسک پذیر است؟ مطمئناً این گونه فکر می کنید. اما مطمئن باشید که یک روش انگیزشی فوق‌العاده است. کلماتی را به کار برید که موجب شوند در مسیر اهدافتان قرار گیرید. آنتونی رابینز نویسنده کتاب پرفروش قول درونت را بیدار کن یک فصل از کتاب خود را به توضیح در رابطه با تأثیر کلمات بر عواطف، باورها و احساسات موجود در زندگی اختصاص داده است. من چندان با فلسفه رابینز موافق نیستم، اما دیدگاه او نسبت به قدرت کلمات کاملا درست است. رابینز به طور هوشمندانه‌ای از تأثیر کلمات روی میزان عواطف و احساساتمان مطلع است. برای مثال اجازه دهید در مورد فردی صحبت کنم که به شما دروغ گفته است. شما می توانید با استفاده از کلماتی مانند عصبانی یا ناراحت شدن واکنش نشان دهید. اگر از کلمات مانند خشمگین شدن بر افروختگی استفاده کنید، ساختار فیزیولوژی و رفتار شما به طرز چشمگیری تغییر می کند. فشار خون شما بالا خواهد رفت، صورتتان از عصبانیت سرخ خواهد شد و تنش زیادی به شما وارد می شود. از سوی دیگر با کاربرد کلمات رنجیدن یا آزرده خاطر شدن چه اتفاقی برایتان می افتد؟ این کار موجب می شود میزان احساسات شما به شدت کاهش یابد. از دیدگاه رابینز در حقیقت به کار بردن عبارت من آزرده خاطر هستم ممکن است موجب شود لبخند هم بزنید و باعث شود چرخه عواطف منفی کاملا از بین برود و احساس بهتری داشته باشید. رابینز مثالهایی را در اختیار شما قرار خواهد داد تا بتوانید شدت احساسات منفی خود را کاهش دهید. برای مثال تصور کنید به جای به کار بردن عبارت من نابود شدم، از عبارت من کار خود را به تعویق انداختم یا به جای عبارت متنفرم از عبارت ترجیح می دهم استفاده کنید. البته با استفاده از این کلمات می توانید سطح احساسات مثبت خود را افزایش دهید. برای مثال به جای به کار بردن عبارت من فردی قاطع هستم چرا نمیگویید من فردی اجتناب ناپذیر هستم؟ یا سعی کنید به جای استفاده از عبارت احساس بسیار خوبی دارم بگویید احساس فوق‌العاده‌ای دارم. کاربرد چنین کلمات هیجان انگیزی موجب می شوند روح و روانتان به بالاترین نقطه اوج خود برسد و اطرافیان شما را نیز تحت تأثیر قرار دهد. زمانی که آگاهانه تصمیم می گیرید تا چنین عباراتی را به کار گیرید، مسیری که در پیش گرفته اید نیز تغییر خواهد کرد. رفتار دیگران هم با شما متفاوت شده و نگرش شما نیز نسبت به خودتان تغییر خواهد کرد. نسبت به کلمات خود نگاهی عمیق‌تر داشته باشید. اجازه دهید برای یک لحظه نگاهی به زندگی شما بیاندازیم. آیا موقعیت‌هایی وجود دارند که شما در آن عباراتی مانند من نمی‌توانم، من توانایی ندارم، این کار غیر ممکن است را به کار برید؟ همه ما افرادی را پیرامون خود می‌شناسیم که از چنین عباراتی استفاده می‌کنند. نمی توانم به خوبی نقاشی کنم، در ریاضیات مهارت ندارم، نمی توانم اسامی را به خاطر بسپارم، امکان ندارد درآمد خوبی کسب کنم. هنگامی که این عبارات را به طور مداوم و طی سالیان طولانی به کار برید، ذهن خود را برای پذیرفتن شکست برنامه ریزی کرده اید. همه اینها به نگرش شما برمی گردد.
هر یک از این عبارات به نگرش منفی شما مربوط می شود. اگر دنیا را از پنجره غبارآلود ذهن خود بنگرید، گفتار شما منفی خواهد شد و به نتایج ناامید کننده خواهید رسید. خوشبختانه می توانید کلمات خود را کنترل کنید. بدان معنا که می توانید سیستم باورهای مثبت خود را ایجاد کرده و نتایج دلخواهی به دست آورید. اولین قدم به دست آوردن آگاهی است. اجازه دهید کاربرد عبارات را در 4 حوزه اساسی در زندگیتان مورد بررسی قرار دهیم. روابط، مسائل مالی، اشتغال و سلامت. 1. روابط. آیا فردی هستید که عباراتی از قبیل دیگر هیچ مرد یا زن خوبی وجود ندارد یا اینکه مردم همیشه از من منفعت میبرند را به کار میبرید؟ اگر این عبارات را به کار میبرید، برای داشتن روابطی غمگین برنامه ریزی کرده اید. ذهن شما تمامی سخنانتان را میشنود و برای تحقق بخشیدن به آنها اقدام میکند. با توجه به مثال بالا، ذهنتان افرادی را به سمت شما جذب خواهد کرد که منجر به ناامیدیتان میشود. آیا این همان چیزی است که میخواهید؟ اگر پاسخ شما منفی است، تکرار چنین عبارات منفی را متوقف کنید. 2. مسائل مالی. برای توصیف مسائل مالی خود چه کلماتی را به کار میبرید؟ کاربرد عباراتی مانند من همیشه مغروس هستم، از نظر اقتصادی در وضعیت خیلی بدی قرار دارم، هیچ فروشی ندارم، سودی برایتان ندارد. بنابراین عباراتی را به کار برید که موجب بهبود وضعیت مالی و اقتصاد بهترتان شود. البته این امکان وجود ندارد که بتوانید بعد از تغییر در گفتار خود طی چند روز به ثروت بالایی دست یابید. اما این شرایط تنها میتواند بعد از تغییر در باورهایتان متحول شود. اولین قدم تغییر در گفتار است. افراد ثروتمند به فقر و تنگ دستی فکر نمی کنند و افرادی که دائما در مورد کمبود مالی صحبت می کنند درآمد چندانی به دست نمی آورند. 3. اشتغال. اگر از شما بخواهم در مورد آینده شغلی خود طی 5 تا 10 سال آینده صحبت کنید، پاسخ شما چه خواهد بود؟ لطفاً صادقانه پاسخ دهید. آیا پاسخ شما این است که همه چیز به همین صورت ادامه می‌یابد یا اینکه با تلاش و مسئولیت پذیری بیشتر و افزایش پاداش مالی به موقعیت‌های بالاتری دست خواهید یافت؟ اگر پاسخ شما این باشد که نمی‌دانم جایگاه شغلی من در آینده چه خواهد بود، چیزی تغییر نخواهد کرد. گفتار شما نشانگر ضعف در دیدگاه و تصمیمتان است. از سوی دیگر، اگر شما دارای هدف مشخصی باشید، بدون شک فرصت‌های لازم را برای رسیدن به آن به دست می‌آورید. همین امر در رابطه با راه‌اندازی کسب و کارتان نیز صدق می‌کند. آیا از گفتاری استفاده می‌کنید که با پیشرفت در کسب و کارتان سازگاری دارد یا اینکه دائما در مورد عدم موفقیت در کسب و کار آینده خود صحبت می‌کنید؟ 4. سلامتی. بدون شک گفتار ما تأثیر زیادی روی سلامت ما دارد. برای مثال تصور کنید گروهی از ما دور میزی پر از غذاهای خوشمزه نشسته ایم. 2 ساعت بعد با شما تماس گرفته و اطلاع میدم افرادی که با ما غذا خوردن مسموم شده و لوانه بیمارستان شدن. قبل از تماس من حال شما خوب بود. بعد از شنیدن این سخنان چه واکنشی نشان خواهید داد؟ به احتمال زیاد دلدرد خواهید گرفت، رنگ پریده می شوید و احساس می کنید مریض شده اید. چرا؟ برای اینکه سخنان من باعث می شوند که تلقین کنید شاید شما مسموم شده باشید. این واکنش می تواند به هنگام انجام شوخی بیرحمانه و دروغین نیز اتفاق بیفتد. جسم شما به سخنانی که از جانب شما و اطرافیانتان می شنود واکنش نشان می دهد. به همین دلیل است که کمردرد شما هرگز خوب نمی شود.
یا اینکه سالی 3-4 بار سرما می‌خورید. در واقع با بیان چنین جملاتی جسم خود را آماده پذیرایی از درد و بیماری می‌کنید. لطفاً دچار سوء تفاهم نشوید. نمی‌گویم درد و ناراحتی خود را انکار کنید یا اینکه بگویید شما می‌توانید بر هر درد و بیماری غلبه کنید. اما در حقیقت چیزی در گفتار منفی که موجب افزایش درد و ناراحتی می شود وجود ندارد. شما حق انتخاب دارید. آیا در مورد کلماتی که در این 4 حوزه به کار می برید تعمل کرده اید؟ زمانی که بعضی از عبارات را به طور مداوم تکرار می کنیم درست مانند شیاری می شود که در ذهن ما شکل می گیرد. به طور بی سابقه ای ترانه قدیمی را در ذهن خود مرور می کنیم. مشکل این است که وقتی به گفتن این کلمات ادامه می دهید، شعار موجود عمیق‌تر می شود. افسانه ها و باورهای قدیمی در ذهنتان مرور می شوند و نتایج قدیمی مشابهی را دریافت می کنید. دقت کنید دلیلی وجود ندارد به خاطر چیزی که در گذشته گفته اید، ناآگاهانه عملی انجام دهید. درست است که تغییر در گفتار به نظم و فراست نیاز دارد، اما ارزشمند است. بنابراین از همین حالا تصمیم بگیرید که کلمات را به طور آگاهانه انتخاب کنید تا مسیر درست را در رسیدن به اهدافتان نشان دهند. از دوستان خود بخواهید زمانی که دچار لغزش شدید این گفتار را برایتان یادآوری کنند. به خاطر داشته باشید این شما هستید که انتخاب می کنید به گونه صحبت کنید که در مسیر رسیدن به اهدافتان قرار گیرید. بنابراین کلماتی را به کار بگیرید که شما را در راه رسیدن به اهدافتان یاری کنند و شاهد تحقق یافتن آرزوهایتان باشید.